بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظار شما باشد و در انتظار تمام انسانهای دنیا. روز دوشنبه یک مصاحبه داشتم با خانم جوانی از دانمارک به نام نازلی جوکار که سه شنبه مصاحبه داشتند و دیروز ما رو خوشحال کردن، نوشتن که به امید خدا جواب مثبت گرفتم. خب مبارکه و امیدواریم دیگر دوستان هم هر کجای دنیا که هستن با اجازه و با آرامش بتونن زندگی کنن و زندگی آزادشون لذت ببرن، به دیگران هم کمک کنن. امروز چهارشنبه است، 15 ماه می 2019 میلادی، برابر با 25 اردیبهشت 1398 سال 1400، دوباره ماجرای انتخابات و رئیس جمهور جدید. و امروز 101مین برنامه گفتار عقل بشر رو برای شما پخش میکنم و این دوستمون نوشته بود شماره 101 و آخرین. یادم سالها پیش بعضی از دوستان وقتی برنامه داشتن میگفت روی یوتیوب برای من بنویس آخرین برنامه. میگفتم وقتی میگی آخرین، این دیگه دوستان فکر میکنن شما رفتی نیستی، بنویس جدیدترین. ولی این دوستمون میخواد مدتی استراحت کنه، احتمالاً تابستان هست و ایشون هم در خلیج فارس هست، گرما و بعد مسافرت و لابد دیدار فامیل و اینها. و ما در تلویزیون مردم همیشه گفتیم و میگیم هر کس که آمد خوش آمد، هر کس رفت بهش میگیم به امید دیدار. حتما میپرسید سوربی این کجاست که نشستی؟ این منزل دوستمون در خلیج فارس هست. بذارید اینجوری بهتون بیشتر بهتون نشون بدم. اتاق خالی از سوربی حالا میشه با سوربی و این هم معجزه امام زمانه که ما را از اینجا میبره به خلیج فارس و در منزل ایشون. عکس های دیگری هم وقتی من این عکس رو دیدم خیلی قشنگ و کار هنری و اینها، بهشون گفتم که اون چیزایی هم که رو دیوار نوشته و اینها، اون عکس ها هم برای ما بفرست. ایشون لطف کردن این کار رو انجام دادن، من در فرصتی مناسب عکس هایی رو که ایشون برای ما فرستادن ما هم برای شما نشون میدیم. همین الان دیدم آقای فرهاد زمانیان روی فیسبوک من دعوت کردم، ولی گویا فیسبوک ایشون رو اخراج کرده یا فیسبوک رو قطع کردن و وقتی که رفته و خواسته فیسبوک رو دوباره بذاره نتونسته، اون فیلتر شکنها نتونستن. ایشون میگه سلام خالی، آقای مانی خورسندی میگه منظورتون از خالی چیه؟ اتفاقا یه نوشته ای رو برای آقای فرخ فرستادم، اجازه بدیم برای شما هم بخونم، به نظر من جالبه. آقا فرخ لطف داره به ما، هر چی دستش میاد برامون میفرسته، فیلمی باشه، برنامه آقای شهرام همایون با شادی و شعف اعلام میکرد که امسال ما 100 نفر شدیم. خیلی خوبه، 40 سال از مرگ شاه گذشته اینها شدن 100 نفر، نشون میده که تعدادشون انقدر پیر هستن دیگه هر جا هستن کار نمیکنن، از بیکاری 100 نفر جمع شدن برن مصر سر خاک یک مرده بیچاره شاهنشاه آریامه. نوشتم خب 100 روی 80 میلیون، شما که حسابت خوبه برای من بنویسید که از هر چند نفری یک نفر رفتن، از هر 8 میلیون، از هر 800 هزار نفری. بله اینم از این. سلام آقای اکبری. و اما جواب سلام خالی رو من چی بدم؟ آقای فرخ یه ویدیویی رو فرستاده بود، دیدید دیگه روزا هر کسی، من یه جایی بودم شنبه، تولد یکی از دوستانمون بود، بعد یه نفر داشت میزد و گفتن آقا بخون، ما وقتی خوندیم یکی دیگه آمد گفت آقا عجب صدایی داری. گفتم خیلی ممنون. گفت چرا خوانندگی نمی کنی؟ گفتم این همه خواننده بد داریم، کمه که میخوای منم اضافه کنی؟
و اینجا ماجرا این شده دیگه، هر روز هر کسی یه تلفن داشته باشه میذاره تو تاخچه، میذاره جلوش با کتاب جلوش میبنده میزنه، بله آوری بیا و کشور بگیریم که من براندازم برانداز. براندازهای قبلی همشون شدن پانداز و جاانداز، امیدواریم این براندازان جدید واقعا برانداز باشه. این از این. آهمانی میگه منظور من بدون درود و هلو بود. بله نه ما کاری نداریم، شما ببینید سلام درود هلو، دیدید فرودگاه وقتی میری خداحافظی نوشته، سفر بخیر به زبان آلمانی، به زبان فرانسه، به زبان عربی، به زبان فارسی، چینیز، ژاپنی، وقتی هم وارد فرودگاه بعدی میشی همشون خوش آمد بهت میگن به اون زبانها. ما به دوستان میگیم آقا به مردم اجبار نکنید، فشار نیارید، تحمیل نکنید که شما حتما باید یا بگید درود و الا هیچ. شما این همه درود گفتید به کجا رسیدید به غیر از دروغگویی؟ که حالا میخوایم منم بیام در هست صورت. این برنامه رو فرستاد و یک از اینا این بود، براتون یکم بذارید پخش کنم. منم براش نوشتم که آقا فرخ همه اینها دروغ هست و تعارف. به همین دوستان که این آقا داره اینجوری تعریف میکنه که هرچی از دوست رسد نیکوست، حتی یک نامه خالی، حتی یک سلام، حتی یک احوالپرسی، حتی یک تلفن، به هر کدوم از این دوستانت بگو من 20 دلار احتیاج دارم، اون وقت ببین چی میشه. آقا بی خوده، همین تعارفای بی خود ما رو ذلیل کرد. خب این شبکه نمیدونم اسرائیلی نبود، این هست، ببینید پیداش کنم براتون. بله یک لحظه، ما اینا رو هم که نشون میدیم بعد یقمونو میگیره یوتیوب که این مال فلانی بوده، تو بی اجازه گذاشتی و چنین و چنان. خب نداره، ما که از رو نمیریم، ایرانی هستیم دیگه، مقاوم پر رو. بله کامرای دو امیدوارم خودش باشه، ببینیم حالا. نه این نیست، ماشاءالله میگم اینقدر میفرسته که من کم میارم، بعد دو سه تا اسمم داره، نمیدونم در هر صورت نیستش، اصلا رفتش، لابد با یه فرخ دیگه بوده، این فرخ نبوده اون فرخ بوده، اب نداره، یه فرخی عکس هندونه روشه. بله میگه که سلام جناب سربی، من امروز هستم، اگر تمایل داشتید گفتگوی کوتاهی در مورد تفاوت امت، ملت و توده داشته باشیم. باور نمی کنی آقای عابدی، امروز صبح فکر کنم برای شما یه چیزی فرستادم، گفتم بپرسم از ایشون، ولی شما چون گفته بودید که مشکلی هست و ماجرای بیمارستان و اینها بود، گفتم من مزاحم وقت ایشون نشم. ما وقتی با کسی قرار نداریم اون کامپیوتر چهارمی که اسکایپ روشن میکنه و به سیستم وصل میشه و اینها، اونا رو اصلا خاموش میکنیم، راحت میکنیم که به اصطلاح بهتر، تصویر بهتر، نور بهتر و اینها، ولی میتونیم با شما روز جمعه باشیم. اتفاقا با آقای نیساری هم روز جمعه ممکنه باشیم و آقای امیر حسین لادن هم ممکنه باشیم، دیگه میشه نور علی نور علی نور، و امیدوارم که اون مشکلی که بود رفع شده باشه و بتونیم با هم به خوبی صحبت کنیم. برگردیم به این نوار آقای فرخ سپهرار که الانم نمیتونم پیداش کنم. ماجرا همین بود که طرف میاد شعر میگه، آها اینه بابا پیداش میکنم، گفت من با همه بی نظمیم یه نظم خاصی دارم، شما باورتون نمیشه از 11:22 تا الان 4-5 تا آقای فرخ برای من چی فرستاده. فکر کنم به زودی ایشون رو هم میفرستیم مرخصی ناخواسته بغل دست اون دوستمون آقای حسن خزائی. بفرمایید گوش کنید. گمانم بزرگترین دارایی زندگی آدمیزاد همین دوستهای دیده و نادیده، دوستهای مجاز، دوستهای واقعی هستند.
دوستانی که برایت پیغام میگذارند که اعلام کنند حواسشان به تو هست. آقا مزخرف میگی، این حرفا چیه؟ همون تو خواب و خیال و گمان و آرزو و دریم باش. خب آقای دارابی هم اینجا هستن. درود و سلام به همه دوستان، خیلی خوش آمدید. آقا اهل داراب هستی؟ داراب هم شهر زیبایی بود، حتما حالا زیباتر شد. بله اینم از این. ممنونم از آقای عابدی. پس تلاش میکنیم که اگر جمعه ایشون امکانش باشه و باشن با هم صحبت کنیم. و اما من روزا که اینجا نشستم میگم دیگه، آقای فرخ فکر میکنه فقط ایشون برای من میفرسه و میگه این چقدر دیوانه، چرا قدر عصبانی میشه. نه آقا، آقای سبا تبارم مینیسه واچ پارتی، ما هم کت و شلوار میپوشیم، کراوات هم میزنیم، یک زیپ کیس پلاستیکی هم میذاریم تو جیبمون، میریم پارتی که اگر شیرینی خوراکی چیزی بود بریزیم تو اون زیپلاک بیاریم. میریم اونجا میبینیم مصاحبه میکنن، مصاحبه خوبی انجام میده، ولی متاسفانه در فکر پیش برده تصویر و صدا نیست. ببینید یه وقت میدید این آقا آمده یه عکسی گذاشته، عکس سه تا قلب و صدا هم اون پشت، خب شما کاری نداری. یه وقت میبینی این سربی میاد نشسته میخواد شما ببینیدش. خب اگه این سربی مثلا اینجا نشسته باشه اینجوری، شما میگید بابا این دیوانه است. اگه سربی اینجوری نشسته باشه شما میگید این احمقه، فیلمای دیگران رو نگاه نکرده. اگه سربی مهمون دعوت کنه مهمون اینجا باشه ولی اینو نگاه نکنه، همش تو دوربین نگاه کنه، بعد مهمونه شروع میکنه یک آدم جوان خبرنگاری که این خبرنگارا و اینا هم فکر میکنن که دنیا به وجود اینها میچرخه، درست مانند خروسی که صبح قوقولی قوقو میکنه، فکر میکنه اگه قوقولی قوقو نکنه نه آفتاب در میاد نه مردم بیدار میشن و بیشتر این جوان ها مالا مبیداری معتاد نباشن، ولی سیگار رو میکشن. خب نشستید شما بغل لسه این، حواستون به این طرف نیست، اینم یه کمی ناز میکنه، نه اینجا یه عده همه جنایتکارن، شما میگی بله، بعد من میگم آقا خب این میگه همه جنایتکارن، شما میگی بله، میگی نه من به اون نگفتم بله، یعنی دارم حواسم هست دارم فیلم. آقای سبا شما یه اعتباری داشتی، شاعر هستی، گوینده هستی، نویسنده هستی، چه فیلم قشنگی درست کرده بودی سالها پیش با اون نبود امکانات که برای مادرت رفتی پستخونه گل بفرستی و فلان اینها، چه فیلمایی درست کرده بودی با همین میکروفونای 6 دلاری خریده بودی با چسب چسبونده بودی اینها. الان یه نگاه کن به کار خودت اون زمان و این زمان، ببین چقدر پس رفتی. خب آمدم اینجا یه چلو کبابی بخورم، دیدم اینم هست، من میگم بیا بشین. آقای کاووسی میگه بله دیگه ایرانیه. گفتم بشین صحبت کن. اشتباه کردن فریم رو به جای مثلا دو نفره بگیرن بغل هم گرفتن. خب این یه مصاحبهش بود. دیروز صبح دوباره نوشت، این مال پریروز بود، دیروز صبح نوشت واچ پارتی، گفتیم بریم واچ کنیم، یعنی تماشا، بیاین مهمونیه بریم بیتمون. دیدیم یه آقایی به نام کامران، گویا ایشون آشپز خوبی هست، کیکای خوبی میپزه، آمدن نشستن و هر دو گله از رسانه ها که چرا رسانه ها وقتی به این آقای کامران که کارگر رستوران های ایرانی بوده، شیرینی پزه های ایرانی بوده، فروشگاه های ایرانی بوده، وقتی ظلمی شده اینها رسیدگی نکردن. حالا اینو داشته باشی. بعد خود آقای سبا تبار میگی یک خانمی رفته سر کار، صاحب کار بهش دست درازی کرده، با من تماس گرفته، یعنی با آقای تبار باهاش تماس گرفته، گفته شما که مدیا هستی اینو بیا بگو. گفته خانم من که نمیتونم بیام بگم، فردا میان منو سو میکنن. حواستون باشه، ببینید ما چقدر بی توجه کارهایی رو انجام میدیم، میریم جلو. خود منم اون وقتا همینجور بودم، یکی میمد میگفت اینجوری،
میگفتم خب بیا بگو دیگه، همین تازه فکر میکردم چقدر من کار درستی میکنم، همین که این میاد و میگه و اسم دیگرانم میگه کافیه. ولی آقای سبا میگه، من بهش گفتم خانم من نمیتونم همچی کاری بکنم که، خب اینجا قانون داره، اداره کار داره، اداره پلیس داره، فلا اینا، برو اونجا شکایت کن. آفرین، این کار شما درست. خب حالا اون آقای خبرنگار دوباره برگردیم. آره ما دعوت کردیم از آقای مسعود بهنود، ولی هیچ کس اینجا این امر بزرگ، این کار فرهنگی رو مجانی تبلیغ نکرد. آقا شما خودت میگی این ور اون ور حقوق میگیری، وقتی حقوق میگیری به خودت بگو چرا اونها باید برای شما مجانی تبلیغ کنن. زنگ بزن بگو آقا من میخوام یه آگهی بزنم، آگهی هم تو کارهای تلویزیون و رادیو و فلان اینا، یا زمانیه یا صفحه‌ای و نصف صفحه و ربع صفحه است. بهت میگن آقا نصف صفحه $200، شما بگو من خبرنگارم فلانم، میگن به شما میدیم $100. مجانی 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 همه شدیم مفتخور. بعد آقای سباتبارم چون این مفتی میاد اونجا، اگه فردا نمیخواست چلو کباب بخوره ولی شما بهش گفتی آقا بیام با من صحبت کن، نگفت باید برم سر کار، اون وقت قبوله. ولی اومده اونجا چلو کباب بخوره، گفت خب چه بهتر یه همصحبتی هم داشته باشیم، اینم نشسته سیگار میکشه و اینها صحبت میکنه، کارمون خیلی خرابه. بعد حالا بیام سر شیرینی پزی، این آقا کامران میگه که وقتی برای این ایرانیا کار کرد، بعد قولی کردن میخواستن بهش بگن سر آشپز بشو نشو، میخواستن بگن حقوقت زیاد میکنیم، نکردن فلان اینا، اوکی ول کرده رفته تو منزل خودش، شروع کرده شیرینی درست کردن و به مشتریان فروختن. خب این مشتری ها رو شما از کجا میشناختی آقا کامران؟ از موقعی که تو مغازه بودی. آقای سعید کاووسی اومده شیرینی خریده، فردا اومده به اون مغازه‌داره گفته آقا این کسی که کیک و پخته کی بود؟ اونم صدا زده آقا کامران، سعید کاووسی راضیه. بعد شما حالا آمدی زنگ میزنی به آقای کاووسی، من دیگه اونجا نیستم، اگه کیک خواستی برای فرزندت برای نوت، من از خونه میپزم میارم. بعد اونها رفتن شکایت این آقا رو کردن و خیلی جالبه، هر دوی اینها داشتن از بدی فرهنگ ما ایرانی ها میگفتن و از خوبی فرهنگ کانادایی ها. چرا ما میگیم اینا خوبن؟ برای که اینجا قانون حکم میکنه. اینجا اگه من آمدم یه مغازه باز کردم، مالیات میدم، پول آب و برق میدم، نمیدونم اجاره میدم، بیمه میدم، جواز باید بگیرم، شما نمیتونید تو خونه خوراکی که خودت و خانمت اسپاگتی درست کردی خوردی اضافیشو بیاری پشت ماشینت، در کاپوت ماشین رو باز کنی بگی اسپاگتی میدم مثلا بشقاب $5. بله وزارت به اداره بهداری میاد جلوتو میگیره. همین آقا میاد، یکی از مشکلات بزرگ ایران چه زمان شاه چه زمان آخونده همینه، سد معبر به وسیله فروشندگانی که مغازه دارن، سد معبر به وسیله دیگرانی که میان فروش اینها رو میگیرن. به فروشنده میگن آقا شما که این مغازته چرا این چیزا رو چیدی بیرون؟ میگه آقا اگه من نچینم سوربی میاد، سبا میاد، کامران میاد، این بیرون چی میچینه؟ اون وقت کسی که میاد از اون میخره، فکر میکنه مال منه، پس من باید بیام این کارو بکنم. خب این میشه بیقانونی، این میشه بیفرهنگی. بعد وقتی من نوشتم که آقا من با دیدن این ویدیو ناامید شدم، آقای سبا من از شما یه سوالی دارم، شما فکر کن یک مغازه‌ای باز کردی، بهترین نون مثلا خامه‌ای رو درست میکن، بهترین شیرینی تیمونشاه رو درست میکن، معروف شدی اینجا، من آمدم برای شما کار کردم یاد گرفتم، حالا میرم تو خونه هر وقت دلم میخواد از خواب بیدار میشم، وای میستم درست میکنم، یه قطعی میذارم، صبح میام اینجا، شما که مغازت رو باز کردی منم ماشینم رو میارم، یه میز از این تاشوا باز میکنم میذارم شیرینی، هر کی آمد میگم این سبا میده $10، من میدم $7. ایرانی ها هم که $7 رو بهتر از $10 میخوان، میخرن میبرن. حالا اینجا کی گناهکاره؟ اینجا کی کار خلاف انجام داده؟ اینجا کی بیفرهنگه؟ جواب نمیدن. میگه آقا این اجازه کار داره. میگم آقا من و شما اجازه رانندگی داریم، اجازه مسافر کشی که نداریم، که همین اجازه رانندگی داشتیم رفتیم مسافر کشی هم کردیم، ایران به این روز انداختیم. و الا شما اینجا اگه میخواستی راننده تاکسی بشی،
باید بری فیس بگیری، باید بری نقشه امتحان بدی بفهمن بک‌گراند تو امتحان کنن. البته حالا دیگه با این اوبر و لیفت و اینها، دیروز میگفت طرف تو سومالی شکنجهگر بوده، اینجا راننده لیفت و اوبره. بعد میگفت که به اوبر گفتیم، اوبر گفته آقا ما با پلیس و اینها تماس گرفتیم، گفتن اینجا سوء سابقه نداره، چیکار کنیم؟ گفته نه آقا برو رو اینترنت. رفت رو اینترنت، گفتن این آقا شکنجهگر سومالیه. میگه خب آقا اینجا ما خبر نداریم، این کسی رو شکنجه کرده ما با. خلاصه روزگار غریبی است. اوکی آی استاپ سندینگ یو مسیج. اشتباه همینه. ببین من یه بار دیگه با آقای فرخ گفتم، شما اگر هر ویدیویی برای من بفرستی بنویسی سربی من این ویدیوی شهرام همایون رو دیدم، نظر من اینه، با کمال میل قبول میکنم، ولی هر آشغالی رو شما برای من شوت کنی، من صد تا آشغال نیستم. حالا شما میخوای ناراحت بشو، میخوای قبول کن، چشمتو به من. شما 20,000 نفر دوست مثل آقا فرخ داری و هر کدومشون مثل حسن خزائی، مثل سربایی، هر آشغالی رو براتون میفرستن. خب این درست نیست عزیز من، ما رعایت نمیکنیم. بله میگه مرسی جناب سرب، برای بنده دوشنبه بهتر است. اوکی دوشنبه ساعت 2:30 با آقای عابدی خواهیم بود. این هم از این، ممنون متشکرم. ایشون درباره یه موضوع مهم میخواد صحبت کنه، امت، ملت و توده. مردم هم بگیم بد نیست. اتفاقا یک مصاحبه رو این آقای احمد رأفت انجام داده. احمد رأفت میدونید مادرش ایتالیاییه، باباش ایرانیه، چندین زبان بلده، حدود 40 و چند سال هست کار خبرنگاری و ژورنالیستی انجام میده و حتی وقتی بهش میگن آقا تو تحلیلگر سیاسی هستی یا روزنامه نگار و ژورنالیست، میگه من ژورنالیستم، روزنامه نگارم، یعنی دوست داره این شغلش هست، این شغلش باشه. و توی اون میگو آقا چیزایی رو که برای ما ترجمه کردن اینا رو غلط ترجمه کردن و خیلی هم قشنگ توضیح میده. اگه تونستید اونو نگاه کنید آقای عابدی، درباره همین مردم، ملت، این یکی دیگه چیه، مثلا قبیله، قوم، زبان، اینا مشکل داریم ما. میگه آقا تا به یک کسی میگیم فدرالیست، برنامه دوشنبه نگاه کنید با آقای مینویی، آقای مینویی با آب و تاب چنان تعریف میکرد که در زمان کوروش فدرالیسم بوده که دیگر کشورها، همچنین که گفتم خب آقا الان که ایرانی ها هر کنش میگه فدرالیسم، شما میگین جدا طلب، بعد میگه نه این اون نیست. یادم افتاد به اون چیزی که میگه خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و اون کجا. ما هر وقت دلمون میخواد از این دبل استاندارد، از این یک بام و دهوا به نحو احسنت استفاده میکنیم. دوستان عزیز، فردا مراسم یاد بود، بعضی ها میگن مراسم ختم، من فکر کنم مراسم یاد بود درسته، چون با مردن تموم نمیشه، مخصوصا اونایی که آدمای خوبی باشن، خوبی بودن توی جامعه، نام نیکی از خودشون گذاشتن. پس این مراسم یاد بود. اجازه بدید من اینو نشون بدم. فردا هم من از ساعت 3 تا 4:45 اونجا هستم و میریم که به اصطلاح از این دوست خوب، از این آقایی که همه عمرش میشه گفت کار کرده، از موقعی که من به اصطلاح توسط داداشام خبر دارم ایشون کار کرده، با وجودی که از لحاظ مالی در شیراز وضعیت خوبی داشتن، ولی به دلیلی که ایشون پدرش فوت شده بوده و اون ماجرای ارث و میراث و فامیلا یادتونه که قیم مییم و اینها، این بنده خدا هم اینجا وقتی دانشجو بوده مجبور بوده مثل دوتا داداش من، حالا ما به خاطر اینکه فقیر بودیم، پولدار نبودیم، داداشام هر دوشون کار میکردن و منم که دیگه نگو و نپرس. بماند فردا از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در شرایتون هتل، خیلی جالبه، نشستیم اینجا، فیسبوک یه دفعه دو شاخه رو میکشه بیرون. اون ماجرای بود که یه نفر رفت ملاقات دوستش و گفت حالت چطوره، دوستش هی اسپا میزد اینجوری میکرد، گفت خیلی بدتر شدی به نسبت هفته پیش، گفت آقا برو اون ور، پاتو گذاشتی روی این لوله اکسیژن من،
حالا این ماجرای فیسبوک شد، فیسبوک یه دفعه نوشت تمام رفت. اینجور هم نیست که بگیم مثلا پول ماه قبلش رو پرداخت نکردیم قطع شده. در هر صورت این برنامه، من حتی نمیخواستم اسم آقای سبا تبار رو بیارم، چون بهش گفتم فردا در مورد شما صحبت میکنم، شما اگه خواستی میتونی در برنامه باشی، ولی چون دیگه خبری نشد گفتم اسم نگم ولی همینجوری بگم که یه نفر با یه نفر اینجوری. بعد دیدم باز یه حرف خوب زد سبا، گفت آقا اگه اسم نگیم مردم فکر میکنن همه، و شما که اومدی نشستی اونجا حالا که میخوای بگی رفتی دادگاه، سه نفر اومدن دادگاه. اولا اگر دادگاه بوده آقای سبا تبار، یادت باشه اینها پابلیک اینفورمیشنه، پابلیک ریکورده، و شما آزاد هستید که بیارید نشون بدید، اسماشونو بگید، اینجوری بگید، ولی خودتونو بذارید جای اون قاضی. این دوستمون تعریف میکرد که قاضی از اون دو نفر پرسید که شما چند سال اینجا هستی؟ اونا گفتن 30 سال. از این آقای کامران که آشپزه پرسید تو چند وقت اینجا هستی؟ گفتم 1 ساله. بعد خندید به اونها گفت که شما مثلا خجالت نمیکشین که آمدید شکایت اینو میکنین؟ اصلا به نظر من یه چیز بی ربطیه، و یا ایشون متوجه نشده درست، یا به نظر من شما اگه میخواستی فیر باشی، عادل باشی، باید با یکی از اونها تماس میگرفتی. بعد اینکه آقا یه نفر حالا چون ایرانی هست اون سه تا فروشگاه نبرنش دادگاه که آمده بیزینسشونو به اصطلاح چی میگن تخته، نه بیزینسشونو کساد کرده، بعد میگه حتی یکشون تو دادگاه گفته هر یک کیکی که این میفروشه یک کیک از فروش اون کم میشه. اینم از این. و حتما شما هم در طی روز از این ویدیوهای براتون میاد که آفرین بر این دختر شجاع موهای خودش رو زد، آفرین بر این دختر شجاع یه شعری گفت، آفرین بر این که چی؟ هیچ. 40 سال گذشته، 40 تا جنبش فقط آقای شهرام همایون تا حالا راه انداخته. دلخوشیشون اینه که 100 نفر دارن از آمریکا میرن مصر برن سر خاک آقای رضا محمد رضا پهلوی، سر خاک آقای محمد رضا پهلوی. آقا نمیدونم والله، یا من یه چیزی رانگ یه چیزی میشه، یا نمیفهمم این موضوعات رو. و بذارید من پیام آقای فرهاد زمانیار رو برای شما پخش کنم، پیام آقای خسرو بهرامی رو برای شما پخش کنم، و برنامه رو اونجا پی میگیریم. امیدوارم این دوستان هم ببخشن که بله. ببینید میایم اینجا و فیسبوک رو هم باز یه بار دیگه با دوستان روی مردم تیوی شیر میکنیم. شاید هم این کار رو نباید بکنیم، شاید دوستان اگه خودشون شیر کنن دیگه احتیاج نیست ما این کار انجام بدیم. نمیدونم فیسبوک مثلا ممکنه به خاطر که همینجا چیز میکنم هم روی، ولی نه بعض وقتا هم کار میکنه بدون هیچ اشکالی. خب اینا هم بالاخره پروگرام های مجانی، شما نمیتونید انتظار 100% ازشون داشته باشید. بریم پیام آقای فرهاد زمانیان رو بشنویم از ایران. 98 کجا رفتی آقا؟ اینجا آقای خسرو هم پیغام گذاشتن، ولی ارجحیت رو میدیم به اونی که دورتر هست و زودتر زنگ زده، آقای فرهاد زمانیان یا زمانی یادم میره اینقدر داریم. اتفاقا این زمانی ها فامیل ما هم هستن. حالا سعید باز میخنده. Not now. بله گوش کنی. من سلام آقای سوزی، من فرهاد زمانیان هستم، داشتم برنامه زندگی شما رو نگاه میکردم یاد شما افتادم. من از فیسبوک الان از یه هفته قطع شدم، بعد وقتی میزم بیرون که میرم برای من فیسبوک رو مثلا دوباره یه اکانت جدید بزنم، یه دونه برام درست کنم، بعد میگیریم اونجا فیکرشیدم کار نمی کنه، بعد وقتی از دوستان دورم. فنا من رو به دوستان برسونه، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم همیشه موفق باشید. ممنونم. همین که بله دوباره فیسبوک قطع میکنه.
There was an error publishing your video, live video, to news feed. Please check your connection. And بابا مسخره کردی چی کانکشن پلو. بذار ببینم دوستان، الان که این نوشته قطع شده شما هنوزم صدای من میشنوید؟ ساعت 2:31 یه یسی نوی بله چیزی بنویسی. نو که خب نه، اگه نشد صدا رو نمیدونم. در اصل من یه بار دیگه اینو واسه میکنم، این بار رو مردم تیوی هم نمیذارم. شد شد، نشد نشد، ولش کن. روز قبلم یوتیوب به خاطر که فیلمای زیادی نشون دادیم کپی رایت گذاشت و تو ما هم بخوایم بنویسیم که بابا ما اجازه داریم که فیلم آقای احمد ندیمی رو پخش کنیم، اجازه داریم که فیلم اندی رو پخش کنیم و اینها، اونا کار خودشونو کردن و فیلم ما رو چیز قطع کردن و رفتن دنبال کارشون. خب این رو هم ما بزنیم، میکروفون رو عوض کنیم، با این صدا چگونه است؟ باز نوشت وصل شده، حالا ببینیم وصل میشه یا وصل نمیشه. همین که هست دیگه، بیشتر از این در حد امکانات ما نیست. بذارید من این صدا رو همینجا بیارم بالا، چون دیدم اون روز آقای رحیم خان میگفت کا ولوم ببر بالا مثل خوزستانیا. خب بیایم اینجا، پیام آقای خسرو بهرامی رو از نیویورک درباره اوضاع ایران و آمریکا ببینیم که چه خبر هست. گوگل وایس، اینم از این لایو. بله نمیدونم اینجا مسیجت بود، حالا نیست، شاید با این که نه، آقای بهرامی، بله اینه، پلی مسیجز یا مسیج یا نات ناو. سلام آقای سوربی، بهرامی هستم از نیویورک، مزاحمتون میشم. چند موضوع خبر مهمی بود میخواستم براتون عرض کنم، اگه دوست داشتیم برای بینندگانتون پخش کنیم. هیچ وقت ایران تنگه هرمز رو نمیبنده، به خاطر اینکه دلیلش خیلی کارشناسیه در سازمان بده. البته سازمان دوبند همیشه میدونی اسرائیل همه کار میکنه، هیچ کسی هم کاری نداره، ولی چون ایران در سازمان ملل هست، یک روز تنگ هرمز بنده یعنی قطعی رابطه دریای خلیج فارس قطع میشه به دنیا، تمام دنیا بعداً میشن اگنست ایران. این قانون بین المللِ، شاید ما خاکمون هم از دست بدیم به خاطر این موضوع تنگ هرمز و این پاسدارا میگن ما میبندیم. البته کارشناسای نظامی مثل آقای دادرس و اینا بهتر میدونه، نه آقای آریاملو اسپیشیالی. و ضمناً آمریکا الان یک ماه میخواد آقای قاسم سلیمانی رو بخره، ولی ایشون هنوز پولش رو نفروخته فعلا. و خبر های بهرامی، من منظور شما رو از اینکه آمریکا یه ماه میخواد قاسمی رو بخره یا قاسملو و هنوز اون خودشو نفروخته من متوجه نمیشم. این چجوری شما این خبر رو دارید که اینا میخوان بخرن؟ منظورتون از خریدن چیه؟ یعنی به پاسداری که داره تو سوریه میجنگه وعده میده که بیا آمریکا برات یه خونه پیدا، یکم برای من بیشتر توضیح بدید، من متوجه نمیشم. بعد منظورتون از آقای آیراملو، منظورتون اگه آقای آریانپوره، آقای آریانپور بارها توضیح دادن که چون توی نیروی دریایی بودن و اون منطقه رو میشناسن، میدونن که اگر یه روزی برسه به جایی که ایران و آمریکا جنگ کنن و ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده، حتی یک کشتی قرازه رو که ببرن اونجا منفجر کنن، اون وسط کار همه خراب میشه. البته الان ثابت شده که دیگه تنگه هرمز مثل قدیما شاهراه نفت نیست و خود آمریکا الان تولید کننده و صادر کننده نفت، احتیاج اصلا به کشورهای مثل عربستان، سعودی و اینها نداره. چیزی که هست
دلیلی که از اونها استفاده میکنه چون اونها احمقن و یه مشتی عقب افتاده، نفتاشون رو ارزون میدن، این داره هی میگیره جمع میکنه. خب بفرمایید ببینیم. سوم هم که حکومت اسلامی گفته ما پشت ایرانیم دیروز، این برنامه انفجار هم که به این کشتی ها بوده کار اسرائیلی که میخواد جنگ رو شروع کنه که اون ایرانی ها مجاهدین و اون سلطنت هوا که دوست دارن ترامپ حمله کنه به ایران، یه کار خیلی اشتباهیه. اگر ما یک روزم تنگ هرمز رو ببندیم طبق قوانین سازمان ملل تمام دنیا میشه اگنست ایران، بعدا میتونیم خاکمونم از دست بدیم. اینو کارشناس نظامی میدونه، منم کارشناس نیستم، ولی این بررسی که تو سازمان ملل میشه صحبت این زیاده الان. البته دوست دارم که مردم ایران اونایی که وطنشون دوست دارن مراقب باشن که حمله نظامی به ایران نشه. بعد هر روز خوبی داشته باشیم، موفق باشیم. یه جای دیگه من متوجهش نشدم، شما یه جا گفتید که اسرائیل پشت ایرانه، بعد یه جا میگید که این جنگ اگه را بیفته اسرائیل برای مجاهدین و برای طرفداران پادشاهی. آقای بهرامی، من یه پیشنهاد به شما میکنم و به دوستان دیگه. ببینید، من میخوام به شما زنگ بزنم، براتون یه پیام بذارم درباره موضوعاتی که میدونم یا درباره برنامه‌ای که تماشا کردم. این کار رو آقای پتیک به نحو احسن انجام میده. میام مینویسم یک درباره تنگه هرمز، دو درباره خرید پاسدار قاسمی، سه درباره اسرائیل. ببینید، به این میگن سرتیتر، اینجا میگن هدلاینز. لازم نیست شما بیای درباره تنگه هرمز انشا بنویسی. بله، چون اگر تنگه هرمز را ببندند همه دنیا با ما مخالف می شوند به خاطر اینکه ما عضو سازمان ملل هستیم، ولی هر روز اینو لازم نیست بنویسید، ولی به خودتون یادآوری می کنید که این چیزها رو بگید. اینو که گفتید تو تلفن یه خطی می کشی روش درباره خرید پاسدار قاسمی، یادتون میاد که بگید من از یه جایی شنیدم که آمریکا دنبال این هست که این پاسدار رو میگن تطمیع، یعنی یه چیزی بهش بده که این طمع کنه بخواد. مثلا اگه دنبال ماشین خوبه بگی من ماشین خوب بهت میدم، اگه دنبال اسلحه خوبه بگی حالا یا تطمیع یا خریدار یا نمیدونم به کلمه دیگه چیه که اینو بخره. و درباره اسرائیل هم بگید مثلا اسرائیل منافعش در این هست که جنگ را بندازه، چون بعد مثلا میخواد با مجاهدین همکاری کنه و اینها. به نظر من اینجوری هم از تکرار مکررات پیشگیری میشه، هم من شنونده مخصوصا افرادی که مثل من کم میفهمن، کم در جریان هستن، اونها مطلع میشن. ممنون و متشکرم از اینکه هستید. بله آقای نگهبان. دوستان اگر فیسبوک قطع شد برید مردم tv.com اونجا نگاه کنید و اونجا من فکر میکنم بهتر باشه. حالا نمیدونم شما از لحاظ اینترنت و پهنای اینترنت و اینها چجوریه، من اینجا مینویسم چون دیدم که روی مردم tv.com کمتر به اصطلاح میبینن و بیشتر روی فیسبوک و بعد روی یوتیوب میان تماشا میکنن. من الان مردم tv.com رو گذاشتم، شما روی این که کلیک کنید میتونید اون برنامه زنده رو ببینید. حتی موقعی که برنامه زنده نیست، این برنامه ها به صورت ریران یا بازپخش یا تکراری اونجا هستن. آقای اکبری میگه امروز چندین بار پهلوی من لایو قطع شده، از اینترنت من هست یا پهلوی همه شما؟ از اینترنت نیست، از فیسبوکه و مال ما هم اینجا قطع میشه. در صورت ممنونم که گفتید It works fine now. آقای سعید خان عزیز میگه که الان خوب کار میکنه، برای که یه پروگرامی بود اینجا، یه پروگرامی هست هی میاد مینویسه invite friends و اینها رو به عنوان بهشون میگن چیه اینایی که اد میکنید به extension، یکیش اد آنه یکیش extensionه. اینها مال خود کروم یا مال خود فیسبوک نیست، ولی احمقانه مثلا من نمیدونم فیسبوک چرا خودش یه همچین برنامه نمیذاره که شما نری ترو ترد پاری بهش میگن، چون من
اولم فیسبوک، دوم ترد پارتی میشه اون شرکته. اتفاقا یه دفعه با اینا تماس گرفتم، گفتم شما گفتید 9 دلار میگیرید که همه اینها رو دعوت کنید، خب ما حاضریم این 9 دلار رو بدیم، ولی شما سیستمت خرابه. بعد گفت نه نه نه، مسئله نیست، شما با تلفن کردیت کارت من بده. گفتم شمایی که ادعا میکنید تو کار کامپیوتر هستی و سیستمت خرابه، نمیتونی از پیپل پول بگیری، من چگونه به تو اطمینان کنم کردیت کارتمو بدم؟ مرد ساکت شد. دوستان سعی کنید اگر قراره برای یک کسی پول بفرستید، از طریق پیپل براش پول بفرستید، از طریق بانک براش پول بفرستید، خودتون مستقیما کردیت کارت و این چیزها رو در اختیار اونها نذارید. حالا بیزینس خودمون بد نشه، مگر اینکه بهشون اطمینان داشته باشه. اینم از این ماجرا. میگه سوربی درباره مصر آقای همایون بارها میگفت با هم به ملاقات شاه برویم، ملاقات که برای آدم زنده است. من در صفحه خودش پرسیدم فرق شما با آخوندی که کاروان کربلا و اربعین را میندازه چیست؟ هر دو مردم را سر قبر میبروند که هیچ فرقی به زمان حال، که هیچ ربطی به زمان حال نداره. کامنت حذف شد. ببینید دوستان، تلویزیون های دیگه اینجوره، ولی امروز در برنامه شماره 101 دوستمون از خلیج فارس ایشون یه چیزی رو گفته که من حالا یادم اومد که اصلا بدونی که بخوام من هیچ کس رو بی جواب نمیذارم، حتی اگه جوابی که میدم یه مقداری تلخ باشه، یه مقداری هضمش آسون نباشه، ولی به طرف جواب میدم. همیشه هم گفتم اگر رسید به روزی که نتونستم به همه جواب بدم، یه جواب اتوماتیک میذارم، مینویسم به دلیل، گذاشتم یکی دو جا هست نوشتم به دلیل این، به دلیل این من با فیسبوک جواب نمیدم، با چی جواب نمیدم، فقط با تلفن و ایمیل. تلفنم اگر کسی بیاد مثل آدم، مثل انسان پیام بذاره، شماره تلفنش بذاره، من صحبت میکنم باهاش، زنگ میزنم. ولی اگر دیگه، حالا چی میگه؟ اینم از این. میگه فیسبوک اعلام کرده که برنامه‌های زنده‌اش را داره کم میکنه، انگاری داره انگولک میکنه، قطع میشه. نه خانم، این یه سیستمیه که اگر شما تاریخو بدونی، مخصوصا تاریخ ایران و انگلیس، همیشه همینجوری بوده و هر چیزی رو شما امروز بهتون مفت و مجانی دادن، منتظر باشید که به زودی بیاد بهتون بگه حالا ما 1 دلار بده، حالا ما 5 دلار بده. من دیروز رفتم یه آگهی بذارم توی کرگلیست، میگه که اگه میخوای ماشین بفروشی باید 5 دلار بدی. میگم آقا من ماشین نمیخوام بفروشم، یه قطعه، یه پارتی مونده، میگیم شاید به درد یه کسی بخوره. بعد میگه آهان، برو اون و تو قسمت پارت میتونی مجانی باشی. اونا رو هم قول میدم. یعنی اینا اول میان بیزینس دیگران رو خراب میکنن. خب شما همین فیسبوک نمیدونی چه بیزینس هایی رو از بین برده. دوستمون آقای محسن از کانادا، خب از بنده مایی 900 دلار، از اون مایی 1000 دلار، از اون مایی 2000 دلار میگرفت و استریمینگ میداد و دستگاه داشت و زندگی داشت. این سرویس ها که اومدن، ما گفتیم خب آقا محسن شما رو دوست داریم، ولی این مجانیه، میریم پای اینا. اون بنده خدا از بیزینس رفت بیرون. چه کسایی رو اینا خون خراب کردن خدا میدونه، چه کسایی رو اینها افسرده و گوشه نشین کردن خدا میدونه، ولی بعد میاد شما دیگه عادت کردی به این، حالا بهت میگه که آقا مای 30 دلار میدی؟ میگی بله. 3 ماه دیگه میگه حالا مای 60 دلار. شما مجبوری. ماجرای تریاک و ایرانیان و پول میدادن به تریاکایی که به ایرانیایی که تریاک بکشن، تریاکری که میکشیده میگفته شما شیرهشو بیار بهت پول میدیم، ایرانی ها میگفته به به من چقدر امروز باید کار کنم، داداش من خیلی سخت سر کارم، پول کم دارم، باید شیره زیاد تولید کنم. بعد یه مدتی گفتن نه دیگه، ما شیره ها رو نمیخریم، فقط بهتون تریاک مجانی میدیم. بعد یه مدتی گفتن نه، تریاک هم مجانی نمیدیم، باید پول بدیم. اینی که امروز سرش لای پاشه و توی جوب میفته و اینها، و آقای بها ابهری میگه اینها به اصطلاح خودشون تقصیری ندارن و بیمار هستن، احتیاج به کمک دارن، از همون ماجرای مفت و مجانی میاد. بله. I read Mr. Sam Jain comment at شهرام همایون program. خب
شما شانس آوردید دیدیش قبل از اینکه حذف بشه. خیلی هم خوب. نظرتون چیه در مورد این حرفی که آقای سعید به شهرام همیان زده؟ چه تفاوتی داره؟ چی میگن اونها، کاروان نور و کاروان سوریه و کاروان اون، با این کاروان مصر از نظر شما چه تفاوتی داره؟ ما گفتم اشکالمون اینه که طرف آمده نشسته تو تلویزیون فوش میده با آخوندا، میگه آخه آقا شما اگه نباشی چه اتفاقی برای جامعه میفته؟ خب یکی بگه تو نباشی چه اتفاقی میفته؟ آقا گویندای تلویزیون مثل این سوربی الدنگ و دیگران اگه نباشن جامعه ما چه چیزی رو از دست میده؟ پس فرقی با آخوند نداریم ما. چیزی که از آخونده میاد درباره چیزی صحبت میکنه که پول به دست بیاره، ما به نوع دیگه میاد درباره چیزی صحبت میکنه که خودمون دلمون میخواد و امیدمون هست که پولم به دست بیاریم. البته پولی نیست. شما جواب من رو هم ندادی آقا فرخ. اگه قرار بود برای هر پیامی که برای سوربی میفرستی 10 سنت بدی، در روز چند تا پیام میفرستادی برای من؟ چند تا ویدیو میفرستادی؟ از خودمون سوال کن. یا بیاین به ازای هر کسی که برامون یه پیام فرستاد یه پیام بفرستیم، بگیم آقا این دوست خوبیه، احوال منو پرسید، منم احوالش میپرسم. ولی اونی که برش میفرستیم جواب نمیده یعنی چی؟ یعنی آقا یا من وقت ندارم نگاه کنم، یا نگاه کردم عصبانی شدم انداختم تو سطل آشغال و من مثل سوربی صادق و راستگو نیستم که بهت بگم آقا زیاد میفرستین، نکنین این کارو، خودتون لیمیت کنین به 2 تا در روز، به 3 تا در روز، اینا رو رو صفحه های عمومیتون بذارید. من اگه ببینم فرخ چیزای خوب، امروز رفتم صفحه سمو نگاه میکنم، برید شما نگاه کنید همین سمجید، برید نگاه کنید صفحهشو، ببینید چند تا خبر میذاره، چند تاشم شیر میکنه. لازم نیست اون برای من تک 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 بفرسه. من عادت میکنم که آقا این خبرهایی که میذاره حالا یا باب میل منه یا خبرهای مفیدی هست، میرم اونجا. ولی اینی که حالا که این سوربی صندوق پستی سر خیابونه، من شب که راه میرم هر چی کاغذ میخوام بریزم تو آشغال بریزم تو، این درست نیست. شما میخواد خوشت بیاد، میخواد بدت بیاد، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملا. بله، میگه everybody has its ideas. ببین چه قشنگ بلده، چه قشنگ بلده از جواب دادن فرار کنه. میگیم آقا شما با ما بگو تفاوت این کاری که آقا آخوند میکنه، مردم رو میبره سوریه، این کاروانای حج مردم رو میبرن حج، ازشون پول میگیرن، با این کاری که آقای شهرام همایون میکنه، چند تار سوار میکنه میاد نیویورک، چند تار سوار میکنه میره مصر، چیه؟ میگه هر کسی نظر خودشو داره. اینم ما یاد گرفتیم اینجا تو آزادی، به عقیده دیگران احترام میذاریم، هر کسی نظر خودشو داره. نه آقا اینجوری نیست. شما اگر کسی گفت آقا به عقیده آیسیس احترام میذارید، باید با شجاعت با شهامت بگید نه من احترام نمیذارم. سوربی تو به عقیده اینایی که میگن ابورشن و سخت جنین مذهبی غیر مذهبی احترام میذاری؟ نه احترام نمیذارم. اگه اینها دراست میگفتن، برن یه لباسی یه کفشی بکنن پای اون بچه‌ای که به دنیا آمده و امروز گرسنه است در جهان، نه چیزی رو که اصلا تو دین که میگه ما خلق انسان من علق، یعنی ما شما را از یک آب کثیفی به دنیا آوردیم، فکر کنم یه همچین چیزی. اینا برای اون آب کثیف و نمیدونم فلان میان میزنن دکترا رو میکشن، میزنن بهداری و کلینیک خراب میکنن. چرا آقای جیزس 2000 سال پیش که خودش نه بچه داشته و خودش معلوم نیست باباش کی بوده، گفته بچه ها رو نکشیم؟ آقا این بچه نیست هنوز. این کسی که میخواد بچه ای رو به دنیا بیاره با برنامه، زنی شوهری یا حتی به جونی که زن شوهر باشن، به قول آقای مانی خورسندی با هم زندگی میکنن، تصمیم میگیرن یه نفر رو به دنیا بیارن، برای خرجش، برای جاش، برای مکانش فکر میکنن. نه اینکه مثل این دوستان مسیحی کاتولیک هی بچه پس میندازن، بعد پشت ماشینشون هم میندازن آم پرو لایف. ای کاش که مادرت یا پدرت پرو لایف نبود، پرو چویس بود و تا احمق دنیا نیاورده بودی. I mean سم جد از یا میدونم
کاملا میفهمم که سم جیلدیا، ولی این که اونجا اومده نوشته میخواد نظر دیگران رو هم جلب کنه و صدا بده، بگه آقا این داره همون کار رو انجام میده، بگه شهرام و همایون درست داره همون کار آخونده رو انجام میده. بله، حالا میگیم 100 تا پیرپاتا رو برمیداره میاد نیویورک میخواد حکومت ایران از پا بندازه، اوک قبول، ولی بلند میشه از اینجا میری مصر، مصری که هر لحظه اگر مردم یا اون اخوان المسلمین بیان ممکن همین جنازه شاه رو هم در به در کنه، جون مردم رو به خطر میندازی. الان شما برید ببینید مصر از لحاظ توریست رفتن سیف هست، امن و امنیت داره، ولی اینا چون پوله. بله، درود جناب سوربی گرامی، با توجه به اینکه اکثر برنامه‌هایت را میبینم عجب شعبده بازی را افتاد. بعضی خوشباور بر این خیالند که ترامپ علی به ایران حمله خواهد کرد، بعضی ها پا را از این فراتر گذاشتند که تمام مشکلات ایران حل خواهد شد، هم رژیم ایران هم ترامپ علی در تبل توخالی میکوبند. اگر آمریکا ایران را آماج حمله قرار دهد به چه بهانه‌ای اعراب را بدوشد؟ من تا هفته پیش یک کارتونی داشتم که یه آخوندی رو کشیدن از این چیزای بادی، پمپش زیر پای آمریکاست، آمریکا پاشو اینجوری میکنه، این آخونده بزرگتر میشه و تو دست آخونده بمب اتمه، بعد عربا از اونجا فرار میکنن میان به طرف آمریکا، آمریکا داره بهشون اسلحه میفروشه. این درست چکیده صحبت شماست. و امروز باز تو فیسبوک دیدم یه آقایی به یه نفر دیگه تبریک میگفت، میگفت که خانم یاد تو وقتی ترامپ برنده شد من به شما تبریک گفتم وقتی ایرانیای دیگه به شما فوش میدادن، حالا ببینید ترامپ چگونه. آقا ترامپ خودش تو تلویزیون آمریکایی میگه من تلفن گذاشتم که ایرانی، منظورش که شما نیستی که آخونده است، بهش زنگ بزنه زنگ نمیزنه. ترامپ خودش تو تلویزیون میگه جان کری با آخوندا چی شدن، چیک تو چیک شدن، و جان کری به اینا میگه به این دیوانه زنگ نزنید. اینه که اون وقت برای من این ایمیل میاد که الان بهتون نشون میدم. بله، یک لحظه خب ببینیم که چی میشه اینجا. همچین میشه آقای آریان پور، بیا این عکس شما نگاه کن. یک لحظه باز این عکس رو بزرگ کنم. این کارتون شما نگاه کنید، کاریکاتور به این میگن، کارتون فکر کنم اون موقعی که مجموعه اینها شروع میکنه حرکت و راه رفتن و اینها به اون میگن کارتون، به این میگن کاریکاتور که اینجا میگن کاریکاتور. ترامپ: دوست دارم ایرانی ها به من زنگ بزنن، ولی جان کری به آنها میگوید که زنگ نزنن. عصبانی شده، با قیچی دستشه، سیم تلفن رو، گوشی تلفن رو قطع کرده، میگه هیچکی منو دوست نداره، لااقل زنگ بزنین فوت کنین. مزاحمای تلفنی دیدین فوت میکنن، میگه لااقل زنگ بزنید فوت کنید. خب برگردیم به اینجا ببینیم چه خبره. آها، بله، آقای سعیدم یه چیز فرستاده که میگه سم ریموو مسیج. خب اون هم دیدیم. آقای نگهبان بگو ببینیم امروز صدای برنامه ما چگونه است. و اون روز آقای مینویی هم حالش خوب نبود، هم دور نشسته بود از میکروفون، منم دیگه به بنده خدا نمیتونم، ایشون بالای 80 سال سن نشست، نمیتونم هی بگم شما فریاد بزن و اینها. و وقتی که دو نفر صحبت میکنن اگه صدای من بلند باشه اینجا و صدای ایشون ضعیف باشه میدونم شما چه دردی میکشی. شما اگه به صدای من تنظیم میکنی صدای اون نمیرسه، اگه به صدای اون تنظیم میکنی وقتی سوربی حرف میزنه یه دفعه یک کسی انگار با این صدای نکره و نتراشیده داد میزنه.
در هر صورت باید تحمل کنید، همدیگر رو تحمل کنید، ببین چجوری فرخ منو تحمل میکنه و منم فرخ تحمل میکنم. تحمل خوبه. خب ببینیم که آقای خسرو بهرامی پیغام گذاشتن دیگه، این پیغام ها رو روزای بعد من چیز میکنم، چون اگه اینجوری باشه هر یه جمله‌ای که من میگم شما یه پیغام میذاری، اون پیغامی که پخش میکنی من یه چیزی میگم، اون همینجور بعد میشه شما بدونی که از قبل برنامه بذاری شدی مهمون برنامه، مهمون ناخوانده، مهمون سرنزده میگفتن یا چی؟ کدومش درسته؟ سرزده، بیا سرزده بریم اونجا، بیا سرنزده بریم، میشیم مهمون ناخوانده. اینو برای من بنویسید. اون روز من گیج کرده بودم تو این برنامه‌ای که خانه از پای بست ویران است، درستش رو پتیک برام نوشته، خیلی ممنون، نوشته خانه از پای بست ویران است، خاجه در فکر نقش ایوان است، یه همچین چیز. بله بذارید ببینیم این چی میگه. آقای چمنارا هم میدونید که هر هفته یک برنامه‌ای رو دارن و از طریق تلویزیون مردم اون برنامه رو تبلیغ میکنن. این درست کاریه که من به دیگرانم پیشنهاد میکنم، برای ما هم خیلی بهتره که من قرار بذارم با آقای چمنارا یه بار ایشون با من مصاحبه کنه، یه بار با تلویزیون ایکس مصاحبه کنه، یه بار با رادیوی دبلیو مصاحبه کنه، یه جا خودش برنامه درست میکنه برای همه میفرسته، یه مبلغ ناچیزی هم میده. وقتی میگم ناچیز میدونه هزینش کمه، برای من چند دقیقه وقت میگیره که اینا رو براش تبلیغ کنم روی فیسبوک، روی بالاترین، روی توییتر و به لیست. ما یه لیست ایمیلی داریم که بیش از 3000 نفر روش هستن، ولی همسن سالای من اونایی که یه سریشون مردن، یه سریشون ایمیلشون عوض کردن، اینا بعضی از ایمیلا باونس میکنه بک، مثل چک برگشتی، ولی خب 3000 تا اونجاست روی چیز، 9000 تا روی فیسبوک مردم تیویه، روی توییتر نمیدونم 600-700 تا اونجان. اینا رو ما جایی که میتونیم تبلیغ کنیم. شما بپرسید از اینایی که آگهی میدن تو روزنامه هایی که روزنامه ها دم چلو کبابی و اینها میمونه، باز هفته دیگه میان خودشون برمیدارن میبرن میدن به اونجا، بابتش کردیت میگیرن چون خمیرش میکنن. از یکیشون سوال کنید شما تیراژتون چقدره، هیچ کدومشون بهتون نمیگن. 2000 تاست، 3000 تاست، 10000 تا. اگه گفتن 10000 تا، ازش سوال کنید که با کدام چاپخونه کار میکنی. به اون چاپخونه زنگ بزنید بگید آقا فلان روزنامه اینقدر اینجا چاپ میکنه. نمیکنن، ولی مال ما دیگه همش عدد داره. حالا این عددا هم خیلی بهش اطمینان نکنید. خب ممنون و متشکرم از یکایک دوستانی که اینجا هستن. فعلا مثل که فیسبوک قطعمون نکرد، شما لطف کنید با دوستانتون این برنامه ها رو شیر کنید. اگر برنامه من بده، اینقدر بده که شما خجالت میکشید به دوستانتون بگید، عذر میخوام این کلمه رو میگم، مثل احمقای هست که معتادن تریاک و اینا میکشن، به دوستاشون نمیگن که معتادن ولی خودشون معتادن. اگه بده اول خودتون قطع کنید، و اگه خوبه حسود نباشید، فقط برای خودتون نگه دارید، به دیگرانم بگید thanks for flagging potential policy or legal violation on Google team. والا ما همچین کاری نکردیم، حالا گوگل میگه. بله اینم تعریفش کردیم، قطع شد. امیدوارم که دوستان بیان روی مردم تیوی و ما فیسبوک رو امروز راحت تعطیل کنیم، بیان به کار و زندگی خودمون برسیم. خب ساعت 3 بعد از ظهر میریم سراغ پیام دوستمون از خلیج فارس و من سعی میکنم که چیز رو بهتون نشون بدم. موقعی که ایشون صحبت میکنه عکس هایی رو که برای من ایشون فرستاده و ممنون و متشکرم از لطف ایشون که 101 برنامه. راست این اعدادی که اون وقتا میگفتن 110 یعنی یا علی، 57 نمیدونم اسم فلانه، 26 اسم خداست، حروف ابجد فکر کنم بهش میگن. عدد 101 چه معنی و چه مفهومی داره؟ چون ایشون برنامه 101 رو که فرستادن گفتن این برنامه 101مین من و آخرین برنامه من. ببینم که حالا صدای در افطار توپ متن و عکس صدای عقل بشر 101
اینجا با هم میشنویم و یاد میگیریم. این صدا رو باز کنم. بله. Recommended. اینا رو نمیخوایم. نمیخوایم. Next. Make window media. امروز ما فایرفاکس رو، ویندوز رو آپ تو دیت کردیم. بعد حالا میخوایم این نوار رو پلی کنیم، ویندوز میدیا پلیر رو میگه باید نصب کنیم. خب ما که داشتیمش، تا هم که میدونی این چیمون بوده، به اصطلاح دیفالتمون بوده یا برنامه اصلیمون بوده. دارن اینا به یه جایی میرسن که کسی هم نمیدونه اون راه، اون چاه، اون جا کجاست. گوش کنیم با هم و من سعی میکنم عکس هایی رو هم به شما نشون بدم از ساختمانی که ایشون ساخته و منزلش. سلام بر شما که از آغاز گفتارهای عقل بشر با ما بوده اید. این گفتاری است دیگر و به آن عنوان من و سوربی دادم. پس از ترک کار کردن در تلویزیون و رادیو، برای مطبوعات مقاله های اجتماعی و علمی می نوشتم. تعداد این نوشته ها یکی در هر چند سال بود. بیشتر به شناخت و دانستن علاقه مندم، دانستن و تحلیل تغییرهای اجتماع و رفتار مردم. پژوهش ادامه دار و همیشگی هم شده. در بررسی یک مورد از این علاقه روی آوردم به برنامه های تلویزیون های فارسی زبان که تعدادش در آمریکا بسیار است. هدفم شناخت بیشتر هممیهنان و دانستن تغییرهای فکری و اجتماعی در آنان بود که پس از ترک میهن و در محیطی دیگر شکل گرفته. با آقای سوربی تماس گرفتم که آدرس یک شخصیت ایرانی را برایم بفرستند. ایشان فوراً پاسخ دادند. دیگر مجریان تلویزیون ها به نامه های خوانندگان پاسخ نمی دهند. حتی اگر تماس با آنان برای رساندن مطلبی مهم و به سودشان باشد. اینقدر خودبین هستند که بینندگان را لایق پاسخ دادن به نامه ها نمی دانند. این روش عدم متمدن شدنشان را می رساند و نمی فهمند که به فرستاده پیام اهانت کرده و می کنند. این آقایان در برنامه هاشون با زبان خوش و ظاهر شدن به شکلی مردم پسند و زیبا تظاهر به خوب و برتر بودن می کنند. بسیاری از آنان را آزمایش کردم و این نظر تهمتی تو خالی نیست. یکی از مسائلی که تحصیل کرده ام زبان بدن و یا بودی لنگویج است. شاید این مجریان از نظر خود با زبانشان حقیقت خود را مخفی کنند، اما حرکت‌های دست و صورت و چشم و بدنشان افتضاحشان می کنند. به اضافه آنها مایلند که سخنانی بشنوند و پخش کنند که موافق طبع و ایده و اندیشه و تبعیت سیاسی خودشان می باشند. یعنی تکروشی و یک دنده و ناتوان از بحث هستند. به دیگر اندیشان فرصت اظهار رأی نمی دهند و همواره از دموکراسی و آزادی بیهوده سخن می گویند. دارندگان گواهی نامه عالی و لقب دکتر از این صفات مستثنی نیستند. به طور مستقیم و غیر مستقیم و حرکت صورت و بدن به تماس کنندگان اهانت و تحقیر و حقیقت خود را می افتضاحند. بجز خود همه چیز را کوچک و نادان می دانند. در مدت طولانی شناخت حقیقت این افراد موضوع بررسی و مطالعه ام بود. دیگر رفتاری آقای سوربی موجب شد که روان گذشته در کار برای رادیو و تلویزیون در مغزم تحریک شود. برنامه هایی را تهیه و با صدا برای ایشان فرستادم. از تاریخ نخستین تماس تا امروز بیش از 150 برنامه صدا تقدیم شما کردم. 100 برنامه عقل بشر عنوان داشت. آشنا نمودن شما به طرح و اندیشه های دیگر و حقیقت موضوع های رایج و دیگر بودنش هدف این برنامه ها بود. در گفتار عقل بشر مخاطبم معیارهای انباشته در بیشعوری بود که هر انسانی را به یک شکل و قالب معینی ساخته
و نماینده. نشناختن خیش و دیگران سبب اصلی مشکل‌های کوچک و بزرگ همه انسان‌ها و دنیای ما بوده و هست. هیچ کس و حتی خودم از این وضع مغزی فراری نتوانیم. قبول این واقعیت ممکن است تغییری در اجتماع به وجود آورد تا انسان‌هایی دیگر شده و شاید به دنیای آدمیت برسیم. گفتارهای عقل بشر خلاصه نتیجه عمری از تجربه و مطالعه و پژوهش بودند، بدون انتظار هر گونه پاداش و یا یافتن مقامی معنوی و یا ارزشی اجتماعی. از چکیده های عقل از همه چیز سخن گفتم، اصل و فصل معیارهای دینی و اجتماعی و زبانی و نگارش را برایتان شرحیدم. تنها هدفم رسیدن به مغز شنوندگان بود، به این امید که گفتارهایم به اندازه یک بخش از میلیمتر تغییری در مغزها بسازد. از دو دهه پیش و تا کنون در شناخت مغز و عقل بشر بحث‌های بسیاری را مطالعه و به چگونگی فعالیتش تا اندازه‌ای آشنا شدم. متخصصین این مغز به عکس العمل عقل نسبت به هر حادثه و یا مسئله اشاره ها کردند و به علتهای متعددی بیان نمودند. هیچ کدامشان مستقیم و روشن اعلان نکردند که مغز انسان مانند دیگر اعضای درون بدن بدون دخالت و تسلط انسان و بنابر بیشعوری های انباشته شده خود به خود کار می کند. این تئوری خود را تقدیم شما کردم. امیدوارم در آینده که این حقیقت درباره مغز انسان مسئله علمی و ثبت شده می شود، کسی بیاد آورد که قبل از آن تاریخ هم میهن ناشناسی وضع عقل را تشخیص و در تلویزیون مردم اعلان کرده و گفتارهایی تقدیم نموده. انسان عکس العمل و رفتار و کردار و گفتار معینی از خود نشان میدهد که سرچشمش انباشته های بیشعوری است. کسی هم به دانستن اصل موضوع علاقه ندارد. در هیچ جای دنیای ما درباره مغز و ساخت و رفتارش به دانش آموزان درسی نمی آموزند، در حالی که دیگر اعضای بدن موضوعهای درس مدرسه هاست. چرا؟ این سؤالی بود که با سؤالهای بسیاری هر روز بر خود تکراریدم و به بیماری چه 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 مبتلا گشتم. تقدیم گفتار عقل بشر فرصتی بود که خلاصه بررسی های خود را تقدیمتان کنم. شما را به اندیشیدن به دعوتم، به امید پیدایش تغییر در اندیشیدن و بهتر شدن. پس از گریز از پایبندی ها شاید همه انسان ها سوی دنیا و زندگی بهتری روان شوید. این اقدام به علت وجود و طرز کار و روش آقای سربی عملی شد. ایشان با دیگر اجرا کنندگان برنامه های تلویزیون تفاوت‌های بسیاری دارند. یک تفاوت صراحت ایشان است. آقای سربی سعی نمی کنند در جلو پرده تلویزیون مردم کاری کنند که در پشت آن نمی کنند، یا چیزی بگویند که تظاهر و رضایت شنوندگان باشد. با اخلاص و بدون تغییر خود چیزی را که در آن لحظه می دانند بر زبان می آورند. هنگام اشتباهیدن بدون تردید فوراً عذر می خواهند. همین عذرخواهی دلیل است که ایشان تغییر می کنند. به یک عقیده و یا ایدهی که بسیار پایبند بوده اند نمی چسبند و با تجربه نو می تغییرند. این روحیه سبب می شود که ایشان و هر انسانی بهتر شود، در معیارهای بیشعوری غوطه‌ور نگردد، از پخش نامه‌های اعتراض‌آمیز خودداری نمی‌کنند، با تحلیل خود به همه پاسخ می‌دهند، نظر خیش را بیان کرده و از انتقاد به خودشان ناراحت نمی‌شوند. این گفته‌ها در حق آقای سربی انتقاد است. کلمه انتقاد تنها معنیش بدگویی و شناختن کمبودها نیست، بلکه شرح همه خوبی‌ها و بدی‌ها و سودمند و بیهودگی بودن یک شخص و یا موضوع است، بنابر نظر انتقاد کننده. پس از وصف طرز کار آقای سربی بنابر برداشت و نظر خودم، با این شرح آیا همه عکس العمل‌های ایشان در تلویزیون مردم صحیح و درست است؟ خیر.
کسی تا حال آفریده نشده که بدون عیب باشد. آشنایی به عیب و فعالیت برای زدودنش و بهتر شدن صفت استفاده کنندگان از مغز به طور منطقی و صحیح است. آیا آقای سوربی کامل و بسیار خوب و بی عیب هستند؟ هرگز. ایشان مانند همه ما اشتباه می کنند و عیب ها و کمبودهایی دارند. می باید بدانیم که تهیه و اجرای برنامه های تلویزیونی به تنهایی کار بسیار دشواری است. ادامه به این کار طی سالیان دراز و پافشاری و اصرارشان به ادامه نشان از توانی غیر معمولی می دهد. بهتر شدن و پیشرفت همه چیز ممکن و حتمی است. طرز تقدیم برنامه‌هایشان آیا بهترین است؟ هرگز. آیا بهتر شدنش ممکن است؟ از نظر من آری. با تذکر و اظهار نظر و حمایت همه جانبه تلویزیون مردم، یعنی تلویزیون ما، بهتر خواهد شد. شناختم از آقای سوربی این طور است که ایشان گوش کرده و میشنوند و میقبولند. چند نمونه را می بیانم. ایشان مطلبی را آغاز می کنند. ناگهان پیامی از بیننده‌ای می رسد. مطلب را ترک و به شاخه پاسخ به بیننده جهش می کند و مطلب قطع شده به فراموشی می رود. ایشان خیلی حاضر جواب هستند. متاسفانه فراموشی در ایشان وجود دارد و بسیار تکرار می شود. وقتی فیلمی را نشان می دهن، قبل از رسیدن به مطلب و هدف فیلم آن را قطع و مطلب دیگری را طرح می کند. نمایش فیلم بیهوده و وقت تلف کردن می شود. اگر کم بوده وقت دارند، چرا چندین بار در یک برنامه و بیشتر یک مطلب را می تکرارند؟ آیا آشنا شدگان نو به تلویزیون مردم از آن خوششان می آید؟ پس از یک سنجش و آمارگیری می توان به این سوال پاسخ داد. لکن بدون شک هر کسی که به یک اندیشه پایبند نباشد، هر اندیشه ای را به احترامت، حتما پس از تماشای تلویزیون مردم و متنوع مطالبش تماشاگرش می شود. حال چند بیننده با این صفات داری؟ سوال است. در گفتار عقل بشر به عقیده ها و اندیشه ها و دیگر مسائل اشاره کردم. گفتم که چرا عشق را به دل نسبت می دهند. شما شنیدید، آنان که این مطلب را قبولیدند، آیا پس از آن روش اظهار محبت خود را تغییر داده اند؟ به معشوق به جای از صمیم قلب دوستت دارم گفتن از صمیم مغز دوستت دارم؟ اگر شما تفاوت عشق در مغز و قلب را قبول فرمودید، چرا تغییر اظهار و سخن در شما نپدید؟ جواب این سؤال این است: همه ما بدون اختیار پایبند به گفتار و رفتار و کرداری هستیم که به بیشعوری ما ریزش و انباشته شده. عقلمان خارج از اراده و تسلطمان کار می کند. در همین مسئله آیا طرز سخنگویی خود را عوضیدید؟ یعنی عوض کردید؟ از استفاده از کلمه فعل کردن و دادن دست کشیدید؟ برای بهتر شدن زبان و گسترش کلمه ها و فعل آیا کوشیدید؟ جواب این سوال ها بر عهده خودتان. از آقای سوربی که در پخش گفتارهایم زحمت کشیده و همواره تشویقی دیدن بسیار سپاسگزارم. به ایشان میگویم آقای سوربی، انتقاد شما در مورد عدم توان خودم به تلفظ کلمه های نو که ساخته ام درست و وارد و صحیح است. علت این است که با تکرار و استفاده چیزی معمول و آسان می شود. مگر شما وقتی انگلیسی فرا گرفتید می توانستید همه کلمه ها را مثل امروز تلفظ کنید؟ با تکرار و اصرار مسئله نو معمولی و عادت می شود. مثلا در کودکی می گفتم خجالت می کشم، نمی توانستم کلمه خجالت را تلفظ کنم. من هم انسان و مانند دیگران هستم، هرگز ادعای فرشته بودن نکرده و نمی کنم. اگر در سوراخ و چاه‌های بسیار نیفتاده بودم، به تجربه ام نمی اندیشیدم، هرگز چیزی نمی آموختم. آنچه را نمی دانم بسیار و بسیار و مراتب بیشتر از دانستنی هایم است. نه تغییریدن عیب و کم بوده است. چسبیدن به یک موضوع و عدم اعتراف به ادامه همیشگی و تغییر انسان اشتباه است. بهتر نخواهیم شد اگر به دیگر اندیشه ها
هرچه و هر کس که باشد احترام نگذاریم. تغییر زبان باید توسط متخصصین طرح و با آموزش فرهنگ همگانی شود. بر مشکل زبان فارسی فقط انگشت نهادم. گفتار عقل بشر وظیفه انسانی من بود. هر انسانی وظیفه دارد در پیشرفت انسان و انسانیت کاری کند. تهیه و تقدیمش به وقت بسیار نیاز داشت و با اخلاص و بدون انتظار پاداش این گفتارها را تقدیم هم زبانان کردم. آرزویم سودمندیش بود. از چند بیننده گرامی که اظهار نظرهایی کردن یک دنیا سپاسگزارم. از مخالفین و دیگر نظرها انسان درس می آموزد و نه از کسانی که عبارت صحیح است را تکرار می کنند. خلاصه کردن دانش و تجربه ام در گفتار عقل بشر فرصتی بود که خود را بهتر و بیشتر بشناسم و نظرهایم را در طبق درست رفتاری و درست گفتاری به اظهارم. قبول و رد آنان بخشی از آزادی شنوندگان است. از همه کسانی که این گفتارها را شنیده اند سپاسگزارم. از گرامی و ارجمند دوست آقای پارسا سروی راستگویی و اخلاصشان بسیار قدردانی، ستایش و تشکر می کنم. این آخرین برنامه صدایم بود. برای گفتار با شما در آینده نزدیک برنامه ای ندارم. با خداحافظی از شما بسیار سپاسگزاریم را می تکرارم. برای یکایک تماشاگران و شنوندگان تلویزیون مردم و مؤسس و اداره کننده اش گرامی دوست آقای سروی از صمیم و همه مغز تندرستی و موفقیت آرزو کرده و امیدوارم همواره خوشی و تندرستی آغوشگرتان باشد. بسیار ممنونم. به قول معروف اینجا میگن We will miss you. امیدوارم که باز هم شما رو داشته باشیم و این آخرین برنامه صدایی شما بوده باشه و تصمیم بگیرید که با تصویر با ما باشه. آقای اکبری میگه که امروز اصلا این برنامه به دل من نچسبید، از بس قطع و وصل شد. والا تقصیر من نیست و من اینجا هیچ کار جدیدی انجام ندادم و تقصیر از فیسبوک هست و همون جوری که خانم تننازی هم نوشتن گفتن فیسبوک گفته که این هم اشکال ممکن داشته باشن هم به زودی پولیش کنن. دیگه همین مونده بود که فیسبوک هم پول بخواد و ما بیشتر محتاج بشیم. این دوست خوبمون از خلیج فارس وقتی که من عکس ها رو دیدم، یه دونه عکس، و گفتم من فردا اینو به عنوان بک‌گراند میذارم و اون نوشته ها رو دیدم و بهشون گفتم که اگه امکان داره از نوشته ها هم عکس بفرستید و اینها، توضیحاتی رو فرستادن برای من که ممنونم و برای شما میخونم. نوشتن که طرح و ساخت یک سالن پذیرایی به سبک شرقی، سقف سالن با گچ تزیین شده، دکور گچ در دو طبقه و جداست، از یک طرف آغاز و به طرف دیگر پایان مییابد، به طور کلی یک نقش را میسازد. یک دیوار سالن بر آن یک در مینیاتور آویخت. فارسی چون توش عدد نوشتید، عددها رو به انگلیسی نوشته و جمله رو پس و پیش میکنه. این رو هم اگه دوستان به ما بگن چجوری میشه این اشکال رو رفع کرد، ما ممنون میشیم. نگاه کنید، مثلا شما نوشتید عکس یک، این نوشته طرح و ساخت یک سالن پذیرایی به سبک شرقی یک عکس. شما اینجا نوشتید 101 شرح عکس‌های پس از گفتار، این 101 باید این آخر باشه. دلیلش هم گفتم بهتون، چون انگلیسی هم نوشتن معمولیش از چپ هست، هم اعداد از چپ هست، وقتی که ما فارسی می‌نویسیم این بنده خدا حتی کامپیوترها هم از دست ما گیج میشن، چون فارسی از دست راست می‌نویسه از دست چپ حساب میکنه. همیشه من اشکال داشتم، چون معلمه که میگفت میخواستیم جا کم مصرف کنیم، دفتر مثل اینجا نبود که 10 تاشو بخری $1،
میخواستیم جا کم مصرف کنیم، خالی نباشه. وقتی یه چیزی رو میگفتن داشتیم مینوشتیم، بعد حالا فرمول که میگفت میومدیم اینجا، ما که نمیدونیم برای فرموله یه خط جا بذاریم، نصف خط جا بذاریم، یه چهارم خط جا بذاریم، همیشه مشکل داشتیم. و من نمیدونم خب اگه خط از راست شروع میشه از راستم بنویس برو. در هر صورت برگردیم این توضیحات رو، ای کاش در برنامه شما یک برنامه درست کنید که ما این ساختمونایی که انجام دادید، کارهایی که انجام دادید و اینها رو با عکس و توضیح بتونیم به دوستان نشون بدیم. نوشتن که یک دیوار سالن برای یک میناتور آویخته شده که در آن کار یک استاد اصفهانی است، مخصوص این سالن نقاشی شده. چهار فصل سال را به شکل زندگی و انسان مجسم می نماید. چهار گوشه دیوار در تماس با سقف با گچ به شکل، من نمیتونم اینو بخونم، مقرنسه. اینو دیدم اتفاق خیلی قشنگه، توی ستونهای چوبی من جاهای مختلف دنیا دیدم، تو کلیساها و اینها وقتی اینا رو میخوان وصل کنن به دیوار اینجوری استفاده میکنن. توی مساجد هم کاشیکاری هست، خیلی قشنگه، توی کورنر اینجا یا توی گوشه اینجا. دیوار دیگر سالن ویترین های تاخچه‌ای یا در شیشه ای که گچ در بخش بالا تزیینش کرده و قوس نیمدارهی بالاش نقش شرقی است که بر آینه حک شده. دو عکس نقش سقف را، الان تا من اینجوری کردم پرید این نوشته رفت و بله، نمای کامل سالن از نشیمن بالا و دیوار دست چپ که بر آن در عکس 8 و 9 مینیاتور آویخته، نقش سقف بر شیشه میز وسط سالن، یکی از ویترین های سالن عکس 11، سه ویترین یک دیوار در سمت راست گوشه تزیین. میگم اینجوری توضیح خوب نیست، همون باید باشه که بگید عکس 1، من عکس 1 رو نشون بدم و توضیح بدید. من یه بار دیگه این عکس رو نشون میدم دوستان، این اتاقی هست که این دوستمون حتما خودشون طراحی کردن و خودشون ساختن، یا ایشون آرشیتکت بوده و دیگران ساختن و همیشه همین جوره. اون کسی که آرشیتکته، اون کسی که مقاطع کاره، اون کسی که به اصطلاح اون اسمش میمونه، و الا اون بنده خدای هیچ کس نمیگه اینا بنا علی و عملش مثلا مصطفی آمدن درست کردن. میگن این رو آقای مهندس فلانی طراحی کرده، آقای مهندس فلانی هم ساختن. اینم باید عوض بشه. اون چیزی که میگفتم این گوشه دیواراست که از یکی شروع میشه و به این صورت میاد بالا، و بالاخره همین ردیف کردن اینها رو بغل هم گذاشتن. بله، میگن که pictures getting fuzzy off and on. من فکر کنم به احتمال زیاد همون مشکل فیسبوک هست و همینه که قطع وصل میشه. جالب اینه که دیروز برنامه آقای سبا هم من که نگاه میکردم فکر کردم این دوربینشو گذاشته رو اتوماتیک و دوربینه هی داره فوکس میکنه، ولی متوجه شدم که اشکال از فیسبوک هست. روی مردم تیوی شما نگاه کن ببین روی مردمتیوی.com این اشکال هست یا نیست، یا بعدن در یوتیوب آرشیو ما رو نگاه کن بهمون خبر بده، و فکر نمیکنم این اشکال باشه. یه بار دیگه من ممنونم از این دوستمون از خلیج فارس، همینجوری که ایشون لطف کردن از من تعریف کردن یا حقیقت رو گفتن درباره من، حالا چه تحقیق چه تعریف بوده باشه چه عیب‌گویی و اینها، ولی من هم از ایشون چیزای زیادی یاد گرفتم. و بهتون گفتم ایشون 40-50 سال پیش تو کار رادیو تلویزیون بوده و تو کار ژورنالیستی و اینها، نویسندگی رو دوست داره، معلمی رو دوست داره، و کار اصلیش همین ساختمان و اینها هست که اونم به نحو احسن انجام میده. بله، مردم تیوی نو پرابلم. ببین ما اینجا سیستممون یکیه، سیستم دوربین یکیه، میکروفون ها یکیه، حالا اینو میدیم به فیسبوک، اون که پخش میکنه اگر خوب پخش نمیکنه اشکال از اونه، اینو میدیم به یوتیوب میده به مردمتیوی.com، اگه این ور خوبه اون ور بده نشون میده اشکال از ما نیست، اگه اون ور بد بود این ورم بد بود نشون میداد اشکال از ماست. خیلی ممنون. من با داشتن دوستانی مثل سعید اشکالایی که گرفتن در طی 20 سال گذشته، سعید چند سال شما با من دوست هستی یا ما رو میشناسی از این طریق،
این بوده که برنامه ها امروز میتونیم به این آسونی اجرا کنیم که اون دوستمون که تو کار رادیو تلویزیونه میفهمه، میگه من میدونم این کار رو تنهایی انجام دادن چقدر مشکله، ولی این چون عادت کرده و انجام میده براش مشکلی نیست. در صورت خیلی ممنون و متشکرم. کار کردن با شما، آشنایی با شما یکی از افتخارات من بوده و هست و خواهد بود. امیدوارم شما رو ببینم یا در آمریکا یا در ایران یا در کشورهای خلیج فارس. دوستان عزیز اجازه بدید براتون چند تا نوشته و ویدیو و اینها رو نشون بدم. سعی میکنم ویدیو کمتر نشون بدم چون بعد یوتیوب اذیتمون میکنه، باید برگردیم اونها رو جدا کنیم، کار میبره. متاسفانه دوستانم که حمایت نمیکنن میشه هیچ. نوشته های خودمون خبرها رو براتون میکنیم. ایرن نیوز نوشته که نمایندگان کنگره گفتن ترامپ ما را در جریان تحولات مربوط به ایران نمیگذارد. میدونید که قانون هست که باید وقتی میخوان یه جا جنگ بکنن برن مجلس یا مجلسین اجازه بگیرن، ولی الان چندین ساله از دوره جورج بوش و اینها این کار انجام نمیشه و تقریبا آمریکا در جهت دیکتاتوری داره قدم برمیداره. این ترامپ نادان و شیاد و شالاتان چند روز پیش در یه جایی به مردم گفت که حالا هرچی بوده بوده دیگه، تو این دو سال من انقدر کار کردم، 6 سال دیگه هم با شما هستم، شایدم 10 سال دیگه یعنی دور سوم، شایدم 14 سال، چی میگین؟ اونام یه مشت احمق بی سواد بدبخت که امروز اونایی که تو پنسیلوانیا تابلوهای بزرگ زده بودن ترامپ ترامپ ناجی بشریت، امروز یکی یکی دارن خودکشی میکنن. برید تایپ کنید، مخصوصا آقای اکبری، شما که میگی خیلی از ایرانی ها خوشحالن، آقای خوشنودی، برید تایپ کنید بنویسید، حالا به انگلیسی میشه سویساید، به آلمانی و اینا نمیدونم، خودکشی کشاورزان در آمریکا به دلیل برنامه‌های اقتصادی این نادان. و میگه حالا شما صبر کنین من بعداً بهتون میگم. احمق، اینا که مثل تو یه بابای پولداری نداشتن پای پول باباشون باشن. طرف میاد تا یه مدتی مثلا کشاورزی رو نشون میده، میگه روزا کشاورزی میکنم، شبا میرم رانندگی کامیون میکنم. بعد میگه اگه این کارو انجام ندم میان مزرعه و زمین و اینها رو بانک میگیره و من یک عمر چند نسل کشاورز بودم، ما اگر زمین رو ازمون بگیرین اون شرمندگیش باعث میشه ما بریم خودکشی کنیم. اینو اگر سعید یا دوستان دیگه این کار رو انجام بدن لینکش رو میذارم. بله، میگه که مردم تیوی نزد من اوائل برنامه را پخش میکنن. من متوجه نمیشم یعنی چی اوائل برنامه را پخش میکند، یعنی چی؟ شما مردمتیوی.com وقتی میزنی اون وسط نوشته برنامه پخش زنده، روی اون کلیک میکنید، دوباره میبرتون توی یوتیوب، روی اونم کلیک میکنید یا علی مدد. اگه نگاه میکنید قطع میشه، نشون میده اینترنتتون کانکشنش اونجا درست نیست. چون همین سعید که خیلی معلم سختگیری هست نوشته که مردم تیوی درست نشون میده. و اما میگه که همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر، برخی نمایندگان کنگره ایالات متحده میگویند رئیس جمهوری آنها را در جریان تحولات و تصمیم‌های مربوط به ایران نمیگذارد. در این میان حتی برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه نیز روز سه‌شنبه دیروز 24 اردیبهشت گله کردند که در مورد تصمیم‌ها و اقدامات دولت در رابطه با مسئله ایران به قدر کافی اطلاعات در اختیار آنها گذاشته نمی‌شود. در پی اقدامات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تنش میان تهران و واشنگتن به شدت افزایش یافت. اقدام دیگر آمریکا در تقویت حضور نظامی خود در منطقه و تهدید ایران، حتی گفته شده بود 120 هزار سرباز، وقتی میگیم سرباز منظورم فقط سرباز صفر نیست، اینجا کسی که میره تو ارتش دیگه سرباز، 120 هزار تا سرباز رو میفرستن اونجا. ترامپ گفت دروغه
بلا فاصله خود احمقش گفت البته این کار رو هم ممکنه انجام بدم. یعنی این مرد اصلا بیاین نگاه کنید برنامه های شبای آمریکا رو که میگن این به غیر از این که یه آدم خودشیفته ای هست، یه آدم مریض و بیماری هست و از لحاظ تلفظ کلمات، از لحاظ یاد به یاد موندنش و اینها قاطی کرده، نمیدونه چیه. بعد از اون ورم این همه پرونده ها یکی پس از دیگری، آخریش هم که این بچه دو دردونش دونالد ترامپ جونیور، اینا مثل که اسم کم دارن، مثل که بابای اسم پسر علی اکبر، اسم بچهش هم میذاره علی اصغر دو، علی اکبر دو، این چیز میشه به اینجا رسمه توی آمریکا. این عقب افتاده رو اسمش گذاشته دونالد ترامپ جونیور که اینا بهش میگن دی جی تی جی تی جی، یه چیز مسخرهش میکنن شبا. و مجلس سنا که ریپابلیکن ها اکثریت رو دارن گفتن این باید بیاد، ما میخوایم چیزهای دیگه ایش بپرسیم، چون قبلا در اون 20 ساعتی که رفته و به بازرس مخصوص جواب و سوال بوده دروغ گفته. اول گفت من نمیام، هر کاری هم میخواین انجام بدیم. بعد دید که قشنگ اینا میگن کپیتال پلیس رو میفرستیم که بیاد دستگیر کنه و اینا، دیروز پارتی بازی کردن و بحث و گفتگو که من میام 4 ساعت و شما هم فقط در مورد 5 یا 6 مورد صحبت کنید، چون قرار بود ساعت نداشته باشه، غیر به اصطلاح لیمیت نداشته باشه، محدودیت نداشته باشه. از اون برم موضوعاتی که میپرسن نزدیک به 12 تا بوده، ولی چونه زدن. بعض وقتا این رسمه که این کار رو دادستان یا بازرس مخصوص یا حتی مجلسین انجام میدن. میگه آمریکا به کارکنان غیر ضروری خود در عراق دستور داد این کشور را ترک کنند. یعنی چی؟ یعنی به زودی اونجا حمله میشه. هر وقت اینا میخوان یه جای حمله کنن، اول به کارمنداشون میگن بیاین بیرون. وقتی اونا میان بیرون، فقط اون کسایی رو که اونجا باید باشن تا اینا بتونن نقششون رو عملی کنن نگه میدارن. میگه فشار آمریکا به عراق برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران. این رو بخونیم که به نظر جالب میاد. بله، فشار آمریکا اینه، کامرای 3 و بله، میگه دیدار سرزده، چون من اول برنامه سوال کردم که سرزده درسته یا سرنزده. دیدار سرزده مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از بغداد در ماه جاری پس از آن رویداد که دو منبع امنیتی عراق گزارش دادند که گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران موشک‌های خود را به سمت برخی پایگاه‌های آمریکایی در این کشور هدفگیری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع عراقی می‌نویسد پامپئو از مسئولان بلندپایه عراقی خواست از قدرت گرفتن شبه نظامیانی که در حال حاضر بخشی از دستگاه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهند جلوگیری کنند، وگرنه آمریکا شدیداً با آنها برخورد خواهد کرد. حالا باید صبر کرد ببینیم چی میشه. از طرفی امیدوارم که آخوندها هم این بار دست از یاغی بازی، دست از اینجا میگن ماچو، افرادی که مثلا نهار نخورده ولی میگه از سیری دارم شکمم نمیدونم باد کرده و میترکه و فلان، اینا بردارن و حقیقت و آسایش مردم ایران رو در نظر بگیرن. کارزارهای انتخاباتی دانمارک از سایت پورنو تا خواب در خانه رای دهندگان. میدونید که دو تا عکس رو دیروز دوستان ایرانی در وبسایت در فیسبوک و اینها پخش میکردن و میگفتن که دو تا خانم ایرانی، من اسامیشون رو میدونم ولی نمیگم چون من حتی با یکشون مصاحبه کردم و فکر نمیکنم این خانم اینقدر نادان باشه که با وجود که خودش پناهنده و خودش خارجیه، حالا که اومده تو اون کشور بخواد نماینده مجلس بشه و بگه من خارجی‌ها رو میکنم بیرون. ناگفته نمانه در همین آمریکا این آقای کینگ گفت که اگه میخوان کشور سالمی داشته باشید باید این که خارجی‌ها میاد اینجا بچه درست میکنن بهشون میگیم آمریکا،
استاپ کنیم و خودمون مشغول بچه درست کردن باشیم، برمیگردیم به اون آمریکایی‌های بی سوادی که میگن باید بچه درست کنیم حتی اگه بی برنامه است، مهم نیست، خدا گفته، هر آن کس که دندان دهد نام دهد و این مزخرفاتی که میگن. اینا هم اینجا هستن که اینا فکر میکنن خودشون بهتر از دیگران میدونن. همین ترامپی که پدر بزرگش از آلمان اومده اینجا و خب احتمالاً کلیمی بوده، حالا چجوری بعدن میگه من مسیحیم، بعد حالا دخترش باز کلیمیه، نوه‌هاش کلیمیان، احتمالاً اینا جزء کلیمیان مخفی بودن. راجع به کلیمیان مخفی فکر کنم همون چیزیه که بهشون میگن آنوسی، یعنی اینها به خاطر اون اشکالاتی که قبلا براشون ایجاد شده فهمیدن که یه سری باید مخفی زندگی کنن و دینشون رو نگن که هر زمانی خواستن به هر دینی، هر روز به رنگی و هر روز به شکلی بتونن زندگی کنن. و اما میگه نامزد انتخابات پارلمانی دانمارک برای جذب آرای رای دهندگان تبلیغی را روی یک ساعت معروف پورنوگرافی یا ببخشید روی یک سایت معروف پورنوگرافی هرزنگاری منتشر کرده است. وی که بیش از این نیز نماینده حزب ائتلاف آزادی خواه بوده، برای انتخاب به پیشرو از ترفند تازه‌ای بهره برده و در کنار عکس خود جمله‌ای را روی وبسایت پورنهاب، یکی از پربیننده ترین وبسایت های پورنو در دنیا، درج کرده است. و اون دوتا خانم، یکیشون میگن حتی وقتی تو کمپ بوده مسابقه گذاشته بوده که مثلا این با 100 نفر بخوابه، نمیدونم چی کار کنه اینها، و خیلی از ایرانی ها نوشته بودن که این کجاست تا ما بریم بهشون رای بدیم، به شرطی که یعنی لابد اون بده اینا هم رای بده. و اما آقای اولسون که مدال نقره المپیک 2004 آتن را در رشته پرتاب وزنه از آن خود کرده، به خبرنگاران گفت نصف اینترنت را پورنو گرفته و شما باید هر جا که رای دهندگان هستند حضور داشته باشید، از جمله روی سایت پورنو. اینجا هم عکس را انداخته و ببینید که تو چه خونه‌ای یا تو چه اتاقی به صورت خیلی محقرانه داره زندگی میکنه. شبی را در خانه دو رای دهنده، آها این میگه رفته تو خونه اونها خوابیده. والا نمیدونم دیگه اینم از چه مقامی اینها به دست میارن که اینجوری برای به دست آوردنش سر و دست میشکنن، من نمیدونم. خب یکی از دوستان وقتی که ما داشتیم با هم از طریق ایمیل می نوشتیم و صحبت می کردیم و اینها، برای من یه چیزی نوشت که برای من خیلی جالب بود. گفته بودم بارها مثلا این آقای وارن بافه پولدارترین شخص دنیا گفته بود من 85% پولای خودم رو می دم به جاهایی که دوست دارم، سازمانهای خیریه، و 15% رو برای بچه هام می زارم، چون اونها رو یاد دادم که خودشون چگونه موفق باشن، چگونه پول در بیارن، احتیاج به پول من نیست. این دوستمون یه حرفی نوشت که من رو واقعا تکون داد، ولی برای من دیگه حالا too late یا به قول معروف دیر، شاید برای شما خوب باشه. بعضی از ماها مخصوصا ماهایی که مهاجرت میکنیم میام یک کشوری، مخصوصا ماها ایرانی ها که حتی تو کشور خودمونم همیشه نگران فردا بودیم و اگه پولی به دست می آوردیم جمع می کردیم، نگاه می داشتیم، هیچ وقت پولی رو خرج نمی کردیم مگر اینکه داشته باشیم، برعکس آمریکا که اول پول رو خرج میکنن، بعدن اگه تونستن میرن در میارن و بعدن اگه خرجش نکردن میرن بدهیشون رو میدن. این نگرانی چون با ما بوده، وقتی میایم خارج بیشتر نگرانیم، به دو دلیل: نمیخوایم اینجا بچه‌هامون از زندگی معمولی عقب باشن، نمیخوایم دوباره مجبور بشیم برگردیم ایران جلو فامیل، جلو دوستا سرفکنده بشیم. به همین دلیل خودمون بیشتر کار میکنیم، به بچه هامون بیشتر فشار میاریم و گاهی وقتا بچه ها میگه خب آقا تو اگه میخواست این بلارناوه رو با من داشت باش که تو ایران مونده بودیم، شما ما رو آوردید اینجا، ولی ببرشون تو ست کلاس، نمیدونم شنبه بیاد با خودت کار کنه، یک شنبه بیاد با خودت کار کنه. این دوستمون نوشته ترس داشتم
آها میگه که ترس داشتم در غربت بمیرم و بچه هام یتیم و بیچاره شوند. از کودکی به کار وادارشان کردم، هرچه شکر کنم کافی نیست. چنان از من بهتر شدند که از جوانی نیازی به من نداشتند، جز ماهانه‌ای برای مدرسه همه چیز را خودشان به دست آوردم. انقدر مستقل بار آمدند که دیگر نقشی برای من به عنوان پدر در ذهنشان نیست. چقدر قشنگ توضیح داده این دوستمون. از اون ور میگه خوشحالم که اینها موفقه، ولی از اون ور میگه با این فشارها، با این نگرانی که داشتم، کاری کردم که به اینها بگم اصلا شما کاری به من نداشته باشین، خودتون زندگی کنین. خب اونا گوش دادن. حالا برمیگردم میگم اه چرا به من کاری ندارین؟ میگن خودت یاد دادی بهمون. در اصل مواظب باشید. اون اعتدال اینجا بکنم بهش میگن moderation، اعتدال. یه جوکی هم هست، حتی میگه که یک آقایی به معشوقش گفت که تو انقدر زیبا هستی که من نمیدونم بالا رو ببوسم پایین رو ببوسم، منظورش پاش بود. اونم یه شعر خوند که آخرش میرسه خیر الامور اوسطها. حالا بنویسید قبلش چی بوده بعدش چی بوده. بله خیلی ممنون از دوستمون. و همین که اونها موفق شدن حتی اگر احتیاجی به شما ندارن امروز، من فکر کنم این خوشحالی برای شما کافی باشه. خب دو روز پیش 7 جنگنده یمنی بدون سرنوشت بدون سرنوشت مراکشی را در عربستان بمباران. من متوجه نمیشم. 2 روز پیش 7 جنگنده یمنی بدون سرنوشت یا بدون سرنشین، بعد نوشتید مراکزی شده مراکشی، مراکزی را در عربستان بمباران کردند. حالا تصور کنید در این ایران، در اینجا جنگ بزرگ بشه، چقدر از این مناظر خواهیم دید. اینم حرف بسیار خوبیه. نوع جنگ عوض شده. میگه الان دیگه جنگ، این احمق میگه من میخوام 120 هزار تا رو بفرستم به عراق و اینها، میگه الان دیگه نفرات لازم نیست، شما درون یا چیز میفرسی و این فیلم رو من بهتون نشون بدم، یا حتی از لاس وگاس و این برور نشستن با این جویستیکایی که بچه ها دیدید بازی میکنن، با اونها هدایت میکنه، چون دوربین روی این هواپیمای بدون سرنشین هست و قشنگ میبره تا چیز کنه. از قدیم هم که یه چیزایی ساخته بودن که مثلا میرفت دنبال گرمای اگزوز هواپیما، هواپیما رو میزد و الی آخر. میشه گفت بشر در نابود کردن خیلی پیشرفت و در ساختن خیلی پسرفت. و میشه گفت ساختن یه چیزی ماها و سالها طول میکشه، خراب کردن اون چیز گاهی وقتا از روز به دقیقه، از دقیقه به ثانیه میرسه تا خراب بشه. این فیلم رو با هم تماشا کن. کلن از اون نفتکشی که داشت میرفت، آها مشخص بود که این به طرف پالایشگاهی، به طرف یه جایی که مرکز صادرات و واردات نفت هست، و میبینید که اونا هم چجوری دارن فرار میکنن. این هم داشتن پالایشگاه برای کشورهای بدبخت و عقب افتاده مثل عربستان، مثل ایران و مثل یمن و الی آخر. خودشون هم خب میگن ما ساختیم براتون، خودمونم حق داریم خرابش کنیم، ویرانش کنیم و الی آخر. خب دوستان عزیز، ساعت 3:44 است. پس تا حالا قرار شده که روز جمعه با آقای فرزاد نیساری باشیم، روز دوشنبه با آقای
آبدی باشیم، دکتر آبدی باشیم، و جمعه شاید با آقای امیر حسین لادن هم باشیم. بله، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه دیگران رو در تلویزیون مردم حمایت کنید تا ما نشون بدیم و دیگران ببینن. این هم عربستان و این هم تکست مسیجی که آقای پتیک برای ما فرستاده. ببینم چیه. آهان، درباره کتاب سوزاندن و چرا احمد کسروی کتاب می سوزنده. اگر کسی مایل هست مهمون من باشه چند دقیقه در این باره صحبت کنه خوشحال میشم. از طرفی این شماره تلفن رو هم باز اینجا میذاریم که اگر بخواین پیام پخش، پیام ضبط کنید، شما پیام بذارید ما پخش میکنیم. اگر ساعت که برنامه رو میبینید زنده نیست یا اون ساعت که ما هستیم برای شما ساعت خوبی نیست، همه امکانی اینجا هست: تکست، ایمیل، پیام و نه فیسبوک. از اینکه شما زرت و زرت بفرستید ما نشون بدیم بعدم یوتیوب یقمونو بگیره، نه نخواستیم. مرا به چی میگفت؟ مرا به خیرت امید نیست شر مرسان. خب، خلیج پارس، خلیج تانکین یا تونکین، آقای کوروش زعیم، من دو بار با ایشون مصاحبه کردم، حتما میشناسید ایشون رو، از جبهه ملی هستن از ایران. ایشون نوشتن در یک نوشته‌ای که به سیاستمداران، سردمداران و سردارانی که در برابر تهدید بالقوه آمریکا رجزخوانی میکنند و موشک‌های خود را به رخ آنها میکشند و پس و پیش میکنند و میخواهند ناو هواپیما بر آبراهام لینکن را گروگان بگیرند، تنگه هرمز را ببندند و نداهای کودکانه دیگر. میخواهم رویداد خلیج تونکن یا تونکین در ویتنام در سال 1964 را یادآوری کنم. قطعنامه خلیج تونکین کنگره آمریکا در 7 اوت 1964 یا 1344 خودمون به رئیس جمهور آمریکا لیندن جانسون اختیار داد که برای جلوگیری از تجاوز بیشتر از نیروهای مسلح آمریکا استفاده کند. این قطعنامه در پاسخ به ادعای حمله زیردریایی ویتنام به دو ناوشکن آمریکایی، توضیحاتش دادن، اسمشو نوشتن، واقع در خلیج تونکین صادر شده بود. در آن زمان ویتنام شمالی و جنوبی 10 سال بود که با هم می‌جنگیدند و آمریکا به دنبال بهانه برای حمله گسترده به ویتنام شمالی بود با هدف جلوگیری از گسترش کمونیست. همینجا من میخوام بگم آقای زعیم، مثالی که شما زدی اتفاقا مثال بدی هست. من فکر نمی‌کنم حتی خود آمریکایی‌ها دوست داشته باشند از شکستشون در مقابله یا جنگ ویتنام صحبت کنند، چون آمریکا شکست خورد، یعنی مردم ویتنام با دست خالی اینها رو شکست دادن. و شما هم نمیگم حالا پشتیبانی از آخوند بکنید، ولی نکنید این کارا رو. شما جبهه ملی ایران ببینید چند نفر شما طرفدار دارید. اقلا با 100 شرف به آقای شهرام همایون که میدونه اگه میخواد بره مصر 100 نفر همراشن. شما آقا بگو من میخوام بیام میدون آزادی، میخوام بیام میدون شهیاد، میخوام بیام میدون فوزیه، میخوام بیام میدون جاله، میخوام بیام میدون امام حسین، ببینید چند نفر با شما میان. ولی همین آخونده اگه فردا بگه، گفت دیگه، گفت پاوه جنگ نشستن ننگه، طرف با موتورسیکلت راه افتاد و میگه من میخوام برم پاوه. اینا امتحانشون رو پس دادن. متاسفانه شما هم امتحانتون پس دادی، منم امتحانم رو پس دادم، دومم روی کولم رو در رفتم، یا به قول معروف اینجا میگن دومشو، چون سگا رو معمولا میگن دومشو گذاشت لای پاش در. نکنید، ننویسید. بعضی وقتا ننوشتن بهتر از اینی که چیزی بنویسید که حالا خلیج اصلا وقتی به اینجا میرسه آدم انقدر عصبانی میشه. و اون دوستمون درست گفته از خلیج فارس،
گفت فیلمو نشون میده، یه چیزی میبینه ولش میکنه میره. میدونید چرا؟ چون فیلمه نشون نتونسته منو جذب خودش کنه، نوشته آقای کوروش زعیم نتونسته منو جذب خودش کنه، یه خط و نیم منو نگه داشته تا اونجایی که من دارم به اینها میگم. بعد یه دفعه میاد یه مثالی میزنه که مثاله میگن آقا اگه قرار مثل ویتنام باشه خب بیا جلو. چرا؟ چون آقای کوروش زعیم چیزی به غیر از این تاریخ قدیمی 60 سال پیش و 40 سال پیش نمیدونه. حالا اگه بیاد با این هواپیماهای بدون سرنشین، با این درون‌ها، با این آدمای خودفروشی که ما داریم، چلبیایی که هر روز صبح اینجا اینا فریاد میزنن ترامپ از خواب بیدار میکنن، آقای حمزه پور مردی که رفته بود پاپیون هم زده بود یقش اینجوری، یه نفر نیست بهش بگه آقا یقتو درست کن. احتمالاً اینم مثل اونای دیگه نه زن داره نه بچه داره نه کسی باش کار میکنه. اینا صبح فریاد میزنن ترامپ از خواب بیدار شو بیا حمله کن. و یه نفر یه جوک خیلی قشنگ، همین خانم دوسی یک فیلمی ساخته، پیداش کنید دوستان، بذارین لینکش رو روی این فیسبوک فعلا مثل که قطع نشد، یه مرضی توش بود هرچی بود رفت. در صورت دوستان عزیز، ساعت 3:51 به وقت واشنگتن و وقت شرق آمریکاست و ما هم کم کم باید مثل اینایی که معرکه میگرفتن این پرده تعزیه خونی و اینها رو جمع کنیم و بریم دنبال کار و زندگیمون. اینم از این، اونم به شما نشون دادم، پیام دوستمون از ایران رو پخش کردم، پیام آقای خسرو بهرامی رو پخش کردم. بعد کی بود میگفت تنگه هرمز رو نمیشه بس؟ ببین آقای خسرو بهرامی اشتباه میکنید شما. ببین چجوری این تنگه هرمز رو بسته، اونم یه نفره. ببین به زیر پاش دقت کنید، نوشته دریای عمان، خلیج فارس، اینجا که تنگه هرمزه خشتکشو گذاشته نشسته اینجا. گفتم حالا خدا کنه که خشتکش پاره نشده باشه. و اونای دیگه هم دارن نگاش میکنن. حالا این یا ورزشکاره یا کاراتکاره، اینجا هم داره به این نوع حماقت چه نشون میده که یعنی ما به این آسونی میتونیم خلیج فارس رو ببند. خب میبینیم و تعریف میکنیم. شما هم داشتید دوستانی، فامیلی که از قبل از اذان مغرب یا توپ افطار، فکر کنم هنوز هم توپ در میکنن، اون موقع چون رادیو تلویزیونی چیزی نبوده برای که مردم مطلع بشن، نمیدونم توسط کی، احتمالا ارتش توپ در میکرد که مردم بفهمن افطار شده. حالا این یک ویدیویی دوستمون فرستاده که هنوز هم در قرن 21 این آقا و همسرش وایستادن از صبح گرسنگی تا حالا منتظر این که توپ افطار به اصطلاح صدا شنیده بشه و اینها با شیر یا با دوغ با هرچی، احتمالا شیر افطار خودشون رو، یا بله اکبری میگه آقا نگو، هر وقت گفتی فیسبوک قطع نمیشه قطع شد. اینجا بهش میگن جینکس، میگن شما تا یه چیزی میگی، مثلا میگی بارون نیمد، بارون شروع میکنه به آمدن. و این هم ببینید با هم و برنامه رو پی میگیریم. من فکر کنم ساختنی بود، شما چی فکر میکنی؟ بله من فکر کنم ساختنی بود، چون دو نفر بیان جلو دوربین وایسن بعدم اینجوری بریزه تو صورت خودش، نمیدونم. در اصل دیگه این دوستمون لطف کرده بود فرستاده بود، ما هم گفتیم نشون بده. شما دیدید که این ورانور میگن که به خدا که خود خدایی، این آقای هروی هم تک کلامش بود، اولا به تلویزیون مردم میگفت تلویزیون مردمی، بعدم میگفت که به خدا
که خود خدایی. خانم تنازی آفرین، منم با شما هم عقیده هستم. این ویدیوها اصلا امکان نداره کسی اینجوری همشو بریزه تو صورت خودش. وقتی یه صدایی میاد شما دستت و عکس العمل و اینها ماهیچه ها رو اگه دنبال کنین اینجوری نیست، میره یه جای دیگه به طرف دیگه و اینها لوس بود. خیلی من دیروز یه نفر برای من نوشته بود که این عکس رو ببینید، روی یک ماشین آلمانی مثل آمریکا ننوشته In God We Trust، نوشته ما به خودمون اطمینان داریم. و منم نوشتم که تو ایرانی هم میگن که به خدا که تو خود خدایی، ولی این شعر اصلش اینه: ای آن که تو طالب خدایی، به خدا اول، به خدا چون به خدایی، به خدا از خود به طلب کس تو جدا نیست خدا، که اقرار نمایی به خدایی، به خدا. این صحبت کاووسی هم اینه دیگه، سعید کاووسی هم میگه که برید تو آینه خودتون رو ببینید، خودتون رو بشناسید، تمام مشکلاتتون حل میشه. و اما نیویورک تایمز گفته آمریکا طرح‌های نظامی علیه ایران را بازبینی کرده است، اختیارات محدود، این یه خبر دیگه است، اختیارات محدود دولت و استقبال پیدا و پنهان از استعفای روحانی و این حوثی ها یا حودی ها بعضی ها میگن تأسیسات حیاتی عربستان سعودی را هدف قرار دادیم. امروز اسکای نیوز نگاه میکردم یا الجزیره لایو رو نگاه میکردم، میگفت 70% خوراک و این چیزهایی که توی یمن یافت میشه اینها کنترلش دست همین حوثی ها هست. حوثی ها همین حالا یا نظامی یا شبه نظامی ها هستن که ایران به اصطلاح در مقابل، میدونی جنگ های چی بهش میگن اینجا، پراکسی، جنگ های انتصابی یه چیز دیگه میگن به ایرانی، ولی اینجا میگن پراکسی. مثلا آمریکا و ایران توی یک کشور دیگه میجنگن، یا ایران و عربستان سعودی توی یمن میجنگن. انتصابی نه، حالا بعدا دیگه خودتون میدونید. اینم از این. میگه اسپانیا ناو خود را از گروه ضربت دریایی آمریکا در خلیج فارس خارج کرد. یعنی چی؟ یعنی فکر کرده ناو اینو میخوان برای ماهیگیری، بعد خب ناو جنگیه و شما جزو ناو آمریکا بودی، چرا رفته بیرون؟ لابد یه خبرایی میخواد بشه. اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک ناوچه خود را موقتاً از گروه ضربت دریایی آمریکا در خلیج فارس خارج کرده است. احتمالاً این نشانه ای از تفاوت نگاه سیاسی اروپا و آمریکا بر سر موضوع ایران است. وزارت دفاع اسپانیا دلیل مشخصی برای جدایی ناوچه اسپانیایی از ناو آمریکایی آبراهام لینکلن اعلام نکرده است. اینم جنگ های نیابتی. خیلی ممنون آقای اکبری، ممنون و متشکرم. پس معلوم میشه صدا خوب بوده، شما شنیدید. اینجا میگن پراکسی. این پراکسی این وقتا برای کار اینترنت هم استفاده میکردن. مثلا یه خط میدادن به این خیابون تقریبا به این صورت بود که یه لحظه به شما، یه لحظه به اون خونه، یه لحظه به اون خونه، مثل دلکوی ماشین. و اینقدر این سریع بود که هیچکس از قطع وصلش به اصطلاح با خبر نمیشد، برای که طرف ایمیل چک میکرد. بعد اینا که هی پیشرفت کردن، طرف میخواست ویدیو نگاه کنه دید نمیشه و اینها، مجبور شدن اون فایبر اپتیک یا فیبرهای نوری رو آوردن که الان از اونم بالاتر و اینها اینترنت های بی سیم و ساتلایتی و اینها که 4G چیزی هست که الان تو آمریکا استفاده میکنیم، ولی 5G چیزی هست که چین شروع کرده به استفاده و پیشروش اون هست. آقای خورسندی میگه آقا من تازه وضع شدم، به سربی خیال بد نکنید، منظورم به برنامه سربیه. نه آقا اب نداره، شما به خودمام که وصل بشید، حالا خدا رو چی دیدی، یا شما خوشت میاد یا ما خوشمون میاد، مهم اینه که آدم ها خوش باشن. برو باقیشو از یوتیوب نگاه کن. خیلی ممنون آقای خورسندی، همین که شما با جوکاتون لبخندی به لب ما میارین خودش خیلی با ارزش. و با وجودی که به فرخ گفتم
این دوستانی که اون آقا داره با آب و تاب تعریف میکنه، این تعریف دروغ و تعارفه، ولی بعضی وقتا همین دوستا رو آدم داشته باشه بهتر از اینی که نداشته باشه. ولی معنیش این نیست که فرخ دوباره نمیدونم برنامه زنده اسرائیل رو برای من بفرست، برنامه زنده شهرام همایون رو برام بفرست، برنامه زنده نمیدونم عقب افتادگان فرشگرد رو برام بفرست. نه عزیز من، منم از صبح تا شب مثل شما، چه تو ماشین، چه توی سر کار، چه توی هر جایی که دارم کار میکنم، همون تلفنی که شما داری من دارم، نمیخوام بگم همون اینترنتی که شما داری، بهتر از اون اینترنتی که شما داری من دارم. پس بگه این نمیدونم دلیل چیه، اونم بدونی که بنویسی آقا اینو نگاه کن مثلا مرتیکه چی میگه، اصلا یه بار بنویس فقط همون کپی بفرست بیا. ولی اینی که هی فقط بفرستیم نظرمونو نگیم، میشه همون سوالی که من سوال کردم، آقا شهرام همایون این برنامه رو نشون میده که شما رو جلب کنه، سعید رو جلب کنه، سعید میاد اونجا نظر میده که شما جلب دروغاش نشید، شما باید نظر بنویسی، بنویسی آقا سعید شما کاملا درست میگی، آقای همایون ننگ بر تو باد که شدی آخوند کراواتی، روز روزگارتون خوش، جمعه با شما خواهیم بود اگر زنده باشیم. فردا، فردا اجازه بدید من بهتون یه بار دیگه بگم، یاد بوده دوستمون آقای خسرو داریوش، داچی خودمون، و در هتل شرایتون تایسنز، روان شاد یادش گرامی باد، و اونجا خواهیم بود. همونجوری که گفتم ایشون مراسم دفن و کتم نه نداشتن، چون وصیت کرده بوده که بسوزونن، و کار خوبیه که آدم وصیت کنه. من هنوز نمیدونم واقعیت زندگی چیه، واقعا بعدش جایی قراره بریم نریم. من حتی رفتم دی ام وی گواهینامه که گرفتم گفتم اگر اعضای عضوی از ما به درد میخوره بدیم به اینو، وقت کاغذ رو داد دیدم، گواهینامه رو داد دیدم اونو ننوشته، فکر کنم آقای عرب بود، گفت نه آقا این کار در اسلام حرام است. روز شب شما هم خوش، وقتتون بخیر، خیلی ممنون، روز روزگار بر شما خوش.